بینندگان عزیز، با سلام به شما. این آقای مصطفی زاده باید باشه از هلند. آقای مصطفی زاده با سلام به شما. و امروز جمعه، دوستان گفتم براتون چهارشنبه که دو ساعت با ایشون هستیم و ایشون لطف کردن از من دعوت کردن که در قسمت دوم برنامه با ایشون باشم. و شما هم اگر سوالی دارید، همون جوری که باز روز چهارشنبه گفتم، آقای مصطفی زاده گفتن که فقط و فقط به وسیله ایمیل پاسخ میدن، چون میخوان همه چی مکتوب باشه، مستند باشه و الی آخر. ایمیل ایشون خیلی ساده است، در حین برنامه هم زیر این تصویر میذارم. آقای مصطفی زاده سلام میکنم به شما، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای سوربی عزیز. ممنونم و ممنون از این که شما دعوت منو پذیرفتید. زندن الان دعوت جدید میخوام بکنم، میتونیم دو نفره تمام طول دو ساعت رو با هم باشیم. من که اینجا هستم، ولی خب به عنوان مهمان نه، من میشینم گوش میدم، یاد میگیرم. امیدوارم قسمت دوم رو اگر مسئله‌ای داشتید تو ساعت اول هم میتونید شما عنوان کنید، یا اگر ایرادی تو حرفای من بود میتونید انتقاد کنید، هر که خودتون سلام دونستید تو ساعت اول هم میتونید بکنید. بسیار عالی، بفرمایید. جناب سوالی، یک سوالی شما در رابطه با یهود و صهیونیسم کرده بودید، میخواید من پاسخشو بدم یا بدم؟ بله خب، اجازه بدیم برای دوستان بگم که در برنامه قبل، من چون خودم از شیراز هستم، توی شیرازم ما خیلی دوستان کلیمی داشتیم و اصلا محله‌ای بود. وقتی هم از اونجا میخواستیم رد بشیم، مثلا من به پسرمون میگفتم خب میام اونجا محله جودا میبینمت، و هیچ کم ناراحت نمیشد. ولی یادم سالها پیش در تلویزیون رنگارنگ وقتی من صحبت کردم و گفتم این دوستان جود ما، یه خانمی که خودش هم اتفاقا کلیمی بود و شیرازی بود با من تماس گرفت، گفت آقای سوربی، من میدونم شما را میفهمم که شما خصومتی ندارید و از روی غرض و مرض نمیگید، ولی توی شیراز توی ایران اشکالی نداشت، ولی اینجا وقتی به یه نفر میگین جود بهش بر میخوره، اینجا کلمه یهودی یا کلیمی رو استفاده میکنن. این بود که دفعه قبل وقتی ما این صحبت پیش اومد، گفتم آقای مصطفی زاده چون کتابای مختلف رو خوندن در این مورد صحبت کنن. بفرمایید، که اینم توضیح بود که من به دوستان لازم دونستم بگم. بفرمایید. به حضور رو اچاد که به طور کلی دین یهود وقتی به وجود اومد از قوم بنی اسرائیل، اینها به 12 گروه تشکیل به اصطلاح تبدیل شدن و بعدها 6 گروه اصلی تشکیل دادن که بعدا اگر فرصت شد باز توضیح خواهم داد، چون این خیلی دوره درازه. ولی 3 شاخه اصلی وجود داره که یکیش خود یهودی ها هستن که مردمان بسیار خوب جهان وطن هستند، اصلا سر جنگ با هیچ کس ندارند و به دینشون پایبند و خداشون خداییست که از نظر ارمی هم من اثبات میکنم که پذیرفته است. ترجمه میکنیم، هر کس غیر از این میگه من حاضرم باش صحبت کنم. خدای اونها اسمش یهوه نیست، الوهیمه. یهودی ها کسان دیگه هستن که خودشون رو یا از همین قوم هستن که خودشون رو باز یهودی میدونن، ولی اونها فاشیستن، اصلا ربطی به دین یهود ندارن. اینها صهیونیست ها هستن. وقتی خمینی اومد در ایران، گفت صهیونیست باید از صحنه دیکی پاک بشه از نام صهیونیست. بعد به حضور من توضیح ندارد اصلا صهیونیست که هیچ چیز توضیحی نداد و نگفت کجا میشه اصلا صهیونیست رو پیداش کرد که از صحنه گیجی پاکش کنه. یک گروه دیگه هستن که اینها یهود هستند. یهود ها کسانی هستن که همون
یواش یواش ما تعظیمش جهود همون جهادگران یهودی هستن، ولی جهاد در اسلام گاه به شمشی هم میرسه، ولی اینا هرگز حاضر نیستن خودشون رو در صحنه عیان کنن یا کسی بشناسنشون. اینا با نام های جعلی که امروزه اسم دیگه ای بهشون میگن، یه اسم میگن که الان از ذهنم بعد میگم خدمتتون، اینا آنوسی ها بهشون میگن آنوسی ها. این آنوسی ها همون یهودا هستن، اینها پشت پرده با نام های اشتباه و در هر محیطی که هستن همونجا اسم همون محیط به اسمهایی که مورد ستایش و پرستش یا اعتقاد مردم هست اون اسمها رو خودشون میذارن، با این مردم مخلوط میشن فقط برای خرابکاری و زشتکاری و ناراحت کردن و از هم پاشیده شدن اون ملت ها. پس اینجا یهود رو براتون گفتم که مردمان بسیار خوبی هستن، دینشون هم از نظر من کاملا علمیه و پذیرفته شدن، کتابشون هم کتاب چند صفحهی بیشتر نیست. صهیونیسته که کتاب عریض و طویل و درازی داره. یهودا هستن که فقط همون فرمانبران صهیونیستن به طور نخفی بین همه اشکار اجتماعات بشری زندگی میکنن و جز خرابکاری جز کسافتکاری هیچ کار دیگه ندارن. و دست آخر سوالی بود که من از همه کردم ولی کسی جواب نداد، هیچ کس به این سوال جواب نمیده. میگم یهودی ها آدم های به این خوبی، آدم های به این بیازاری، آدم های به این مظلومی درستی که ناجی بشر هم خواهند بود، چگونه که از اول تاریخ تا حالا توی کتابشون اومده، توی اجتماعات ما دیدیم که از فرعون‌ها شروع شد تا احمدی نژاد که همه میخواه اینا رو بکشنشون، همه بهشون حمله برن، همه اغلب مردم بریشون میاد از اینا، میگم اغلب مردم بریشون میاد، ادهی هم هستن که یهود در تاریخ ظهور میکنن برای عبدالی بردن اینا مثل فرعون، مثل به حضور شما حضرت محمد، مثل احمدی نژاد و از همه بارستر هیتلر. توجه میکنید چرا این حالا میخوام بکشن حضرت محمد؟ هم با اینا میخواست اینا رو برد به اصطلاح از روی کره زمین برداره حضرت محمد. حضرت محمد که خودش به روایت کلیمی حضرت محمد نگو اینا رو میخوام از روی کره زمین برداره، فرعون بعد احمدی نژاد که میخوام از روی کره زمین برداره. چه گناهی کردن اینا، چه ظلمی کردن، چه اشتباهی کردن که این همه باید بدبختی بکشن، آوارگی بکشن، همیشه با ترس در اجتماعات و شریعت میگی کنن. این آدم های خوب نازنین و مهربون، این سوال کسی من جواب نمیده برای عدام من خدمت شما عرض کنم. البته اگه اجازه بدید خود کتابشون میگه اینها باید اصلا قوم سرگردان که بهشون میگن نه خیلی اینها جهان وطن هست، هیچ جای دنیا رو وقتی که پیغمبرشون با خدا مثلا صحبت کرد خداوندش که به شرق نگاه کن، به غرب نگاه کن، همه اینا رو من دارم به میراث تو و فرزندان تو، یعنی اینا همه جای دنیا مال این هست. این که اسرائیل شما میبینید که مرز تعیین نمیکنه برای اینکه اون قسمت صهیونیستی که در اسرائیل حاکمه اون معتقده که کل دنیا مال اونا هست، کسی دیگه هیچ حقی از این دنیا نداره، فقط میتونن مردم تو این دنیا زندگی کنن به عنوان بنده و اونها به عنوان سرور، یعنی صهیونیست سرور جهان، بقیه مردم باید بردگی کنن براش، اونها برگزیده خدا خودشون رو میدونن، نه همه یهودی ها رو. حتی پدر و مادران صهیونیست ها که یهودی هستن و یهودی اصیل هم باید باشن تا فرزند اول ذکورشون بتونه صهیونیست باشه، اگر نه هر کسی که نمیتونه صهیونیست باشه که اون آقای چی بود یادم نیست اسمش،
به شما میگم من مسیحی صهیونیستم. مسیحی که صهیونیست نمیشه. آقای کنت تیمرمن. کنت تیمرمن. بله بله بله. صهیونیست باید نسلش مشخص باشه، تمام شجره نامش باشه، پدر و مادرش یهودی اصیل باشن، فرزند داوود و ابراهیم و همسادهان و خدشهی به نسلشون وارد نشده باشه. اون وقت تازه فرزند ذکور اون خانواده میتونه صهیونیست باشه. برادرش باید برادرش باشن، باید نوکرش باشن، باید گوش و فرمانش باشن. پدر و مادرش کارخونه صهیونیستی هست، آدم نیستن، انسان نیستن. اینها رو هیچ کس نگفته که اگر فرصت بشه من تمام اینا رو بعدها توضیح خواهم داد. به هر حال این صهیونیست ها و جهود ها در تمامی سطح کره زمین کسافت کاری شروع میکنن، هر بلایی داره چون میخواست در مردم میارن و عاقبت به موقعی که مردم میشورن در این گروه اینا فرار میکنن میرن و کی واقعی میمونه؟ یهودی بدبخت خودش تو میرونه کاری نجده جا میمونه. یه آقای هیتلری هم پیدا میشه که همه شونو میرزه تو کوره آدم سوزی و میکشدشون و هزاران بلا سرشون میاره. و در هست یهودی ها واقعا مردمان خوب و انسانی هستن. این پاسخ من بود. اگر سوال دیگه دارید بفرمایید. من خودم یه سوال دارم راجع به کتاب دوستان یهودی و اینکه تورات اونم مثل مرزشون به نظر میرسه که هیچ وقت بسته نمیشه و مثل یک کتاب تاریخ هی مینویسن و هی عوضش میکنن اینا، این چرا به اصطلاح به این صورت هست و فکر کی بوده که این کتاب رو اینجوری نگه داره؟ هستی شما؟ الو؟ بله، این آقای مصطفی زاده توضیح داد که دفعه قبلم تلفنشون یه اشکالی پیدا کرده، گویا نزدیک یه جایی بودن که الان نشون میده وصل هست. حالا 12:08 12:08 12 داره کار میکنه، ولی بذارید من قطع کنم ایشون دوباره زنگ بزنن. در هر صورت نمیدونم، باید این اشکال رو برطرف کنیم. امیدوارم که به زودی از طریق اسکایپ بتونیم با ایشون باشیم که این مشکل چیز بشه، به اصطلاح کم بشه، چون تلفن این روزا میدونید کسی تلفن منزل و اینا نداره، معمولا همین یه تلفن دستی، تلفن همراه بس دیگه کافیه. بچه‌ها دیگه این روزا حتی از کامپیوتر استفاده نمی‌کنن، همین تلفن کامپیوترشون هست، تلفنشون هست، تلفن خونه‌شون هست، ساعتشون هست، دوربین فیلمبرداریشون هست، همه چی هست. منتظر میشیم تا اگه آقای مصطفی زاده مشکلی اونجا داره، من حتی ازشون خواستم که چون 2 ساعت امروز با ما هستن مطمئن بشن که یا چارج هست یا در حین برنامه به چارجر وصل هست، و ایشون گفت من مشکل چارجر ندارم، مشکل این بوده که نزدیک یه جایی بودم که مغناطیس آهنربا و اینا بوده. آقای مصطفی زاده بفرمایید، با شما هستیم. آقای سوربی، من هر وقت به این مطالب میرسم حتی با دوستان 1 ساعت 2 ساعت با تلفن صحبت میکنم قطع نمیشه. وقتی به این مطلب میرسم تلفن من قطع میشه. نشون میده دوستان البته نگید که این دستی چست ها باید توی برنامه بندر دست بندازید که این هم میگه دستی چست ها. من به این مطلب که میرسم نست که یه اتفاقی نیفته که تلفن قطع میشه. خلاصه یک سوالی کردید که من درست متوجه نشدم، اگر ممکنه تکرار بکنم. بله، کتاب تورات میگن بر خلاف کتابای دیگه که میگن کتاب خداست، کسی دست نمیبره داخلش رو عوض نمیشه، میگن این بازه، مینویسنش مثل تاریخ، هی بهش اضافه میکنن. چرا؟ دقیقاً درست میفرمایید. این کتاب مدام توسط صهیونیست 3100 ساله که سابقه فعالیت داره. این در طول تاریخ هر جا که لازم باشه این کتاب کتاب دستورالعمله. گاه دستورالعمل‌ها بر حسب زمان، مکان و شرایط باید عوض بشه. اینها هم عوضش می‌کنن. به طور مثال خدای صهیونیست اسمش یهوه سبایوته.
یه مرتبه از کتاب سبایوسی که کم میکنن، چون مردم میرن توی فرهنگ دوغات میگردن میبینن یعنی یهوه سبایی یعنی خدای درنده بحکی و همساره و هزار چیز دیگه. اینه یه هوری کم میکنن ازش. ضمن این که سازمان یهوه یک سازمان گسترده است، توجه میکنید که با وابستگی صهیونیسم بدون اینکه افرادش بدونن، اون وقت این سازمان با مردم خونه به خونه سر و کار داره، حتما در خونه شما میان زنگ میزنن، از شما کتاب میدن، کتابای دینی یا از این سو. بله بله میان، خیلی هم مرتبن، دو تا جوان معمولا بعد بیشترم با دوچرخه هستن میان. بله با دوچرخه با ماشین همه جوره میان آقا. بله. هر جور بتونن رسوخ میکنن توی خونه، مثل آخوندها که به عنوان روزخون یا هر چیزی خونه به خونه ما رو تحت کنترل داشتن و به همون مرتب یاد میدادن، یا این که به هر حال افکارمون رو کانالیزه میکردن. به حضور شما هست که این یهوهی ها میان با مردم صحبت میکنن، یه مرتبه مثلا مصطفی زاده برمیگرده میگه که آقا این یهوه سبایی یعنی خدای درنده، خدای اسلام میگه بخشنده و مهربان، خدای که اون درنده و وحشی و سبو، بعد اینها رو گزارش میکنن به اون مرکزشون. مرکزشون هم با سازمان صهیونیستی بین المللی تماس داره. این کتاب یهوه میشه یهوه خالی، سبایوزش حرف میشه. میگن تلویزیون نگاه نباید بکنید، گناه داره. بعد به حضور شما هست که این ممنوعیت نگاه کردن به تلویزیون، یا اون مردم میگه آقا ما میخوام خبر بشنویم، ما میخوام چه بکنیم چه بکنیم، شما میگه از دنیا بی خبر بشین، اون وقت باز گزارش میشه به مرکز یا عوض میشه این قوانین و دستور و عمل ها و اینا. به هر حال شما دقت بکنید یه چیز دیگه عجیبتر توی این بین صهیونیست ها و یهودا هست. ببینید میگن ابراهیم پدر ماست، یعقوب پدر ماست، داوود پدر ماست، موسایی که به قول خودشون تو کتابشون نوشته شده اینها رو از بردگی فراعنه نجات دادن، که دروغه، اصلا دروغه. نجات دادن اصلا اسم از موسا نمیاد. حالا دلیلش میدونید چی آقای سرگی؟ نه بگید تا بفهمی. دلیلش اینه که موسا همسری انتخاب میکنه، ایرانی بوده این زن، با خانواده ایرانی ازدواج میکنه. اینها صهیونیست ها و یهود ها با هر ایرانی دشمن هم، هیچ کاری هم ندارن که این مسلمونه یا مسیحیه یا هر کس، فقط ایرانی باشه باش دشمنی دارن و اسمی از موسا نمیارن، اسمی از فرزندان موسا نمیارن. و گاه مثلا به قول معروف میان و هندونه میذارن زیر بغل ایرانی ها که کوروش یهودیان رو از بابل نجات داد، چه کرد و میارنش جزو مقدسین. بعد وقتی خصوصی باشون صحبت میکنی آقای سرلی، وارد صحبت خصوصی که میشه میگه کوروش چه احمقی بوده، یهوه زده پس گردنش، برش گفته باید بکنی، ترجم کنید یعنی کوروش هیچ کاری نکرده، هر کاری نکرده. این هم نمیخوان از ایرانی چیزی رو به اصطلاح بپذیره. بارها و بارها من صحبت کردم با به اصطلاح دوستان یهودی خودم، همشون خیلی واضح میگن اینا رو میگن و کتمان هم نمیخوان، ولی وقتی به رسانه میرسه اصلا صحبتی از این حرفا نباید بشه. به هر حال ایران رو اصلا به این صورت جز کردن توی این کتاب دستور العملشون دارن که چند کشور باید نابود بشه، از جمله ایران یکی از اون کشور هاست که باید زیستگاه جانوران وحشی بشه، یعنی زیستگاه وحوش، توجه کنید، و بشر توش نباید بشه. همون جایی که فردوسی گفت کشورهایی که باید نابود بشه، میگم همون جایی که فردوسی گفت که دریغ است ایران که ویران شود، کنامه پلنگان و شیران شود، اینا میخوان دقیقا آقای صوفی دقیقا بسیار به جا شما این رو به یاد آوردید، کنام پلنگان و شیران شود که روسی میده، توجه میکنید. حیفه که این طور بشه،
همین ها توجه بکنیم شروع کردن به هر طریقی که میتونن کشورها رو قطعه قطعه میکنن، کوچک میکنن و کوچک میکنن، چون کشور که کوچک شد ضعیف خواهد شد و وقتی ضعیف شد ناگزیره بپره تو دامن اینها و هر چه اینها بگن انجام بده. آسیاب به کل آقای سروی، به کل مردم آسیا باید بردگی کنن، یا باید این بردگی صهیونیسم رو بپذیرند یا باید بمیرند. ببینید در کتابشون چی میگه، میگه اگر کسی حتی در خواب ببینه خدایی رو به غیر از یهوه، اون وقت مردم میگن اسلام بلان اسلام بیشده، میگه اگر در خواب شخص ببینه خدایی رو به جز یهوه، این باید قصدش واجبه باید کشته بشه، چون خواب دیده یه خدایی رو غیر یهوه. توجه دارید؟ اینها در آقای سروی از دوی خواهش دارم اگر یه وقت قطع شدن من مجددن میگیرم، اگر باز نشه با تلفون من با اسکایپ من خدمتون خواهم بود، اگر اسکایپتون هم روشن باشه بسیار ممنونم. من در این جلسه دو دقیقه میرسم به اسکایپم. الان روشن کرده بر. حالا امیدوارم که فرد نشه. ببین آقای مصطفی زاده، میگم شما خصومت اینها با ایران بره. که همون زمان خشایارشاه رو شما به یاد میارید که بحثات من بحث کردم توی چه بریدون در باید که نیمی از ملت ایران رو نابود کردن و اگر اون روز به پایان نرسیده بود شاید که همه ملت ایران رو ماجرای سیزده به در معروف هست و اون جشن چی بهش میگن اونا خودشون، اون جشن پوریم بله جشن پوریم. اینها فرمان داشتن که در همون روز هر چه میخواهند بکنند، فردای اون روز حق نداشتن، یعنی دوازدهم فروردین توجه میکنید سیزدهم فروردین اینها حق داشتن که هر چه میخوان بکنند. بعد از روز سیزده در پایان روز سیزدهم اینها دیگه حق هیچ کدوم از کارا رو نداشتن. این بوده که نیمی از ملت رو توانستن بکشن و نیمه دیگر رو نتونستن بکشن، چون همه فرار کرده بودن و نفسی روز سیزده و سیزده به در بر همین اساسه و مردم روز سیزده با ترس و برد به خانه هاشون برگشتن. ناگفته نماند که آقای نتانیاهو هم وقتی آمد اینجا یک کتابی آورد داد به آقای اوباما و گفت شما برید بخونید با یه حالت توهین به این که یعنی تو ثواب نداری نمیفهمی، گفت برید بخونید ما یک بار ایرانی ها را قتل عام کردیم و این بار هم اگر این احمدی نژاد با ماجرای بمب اتم و اینها باز به اصطلاح دست بردار نباشه این بار کار رو تموم میکنیم. همین که شما میگید این گفت یعنی نصفشون رو اون موقع کشتیم این بار همشون رو میکشیم. دوستان کلیمی، دوستان یهودی یا جود به قول ما یا صهیونیست، اگر در این رابطه میبینید که اطلاعات من غلطه یا آقای مصطفی زاده یه چیزی میگن که شما خوشتون نمیاد دو شاخه تلفنشون رو میکشید بیرون، مهمان ما باشید بیان صحبت کنید. اگر فکر میکنید گفتن ما تأثیر میذاره روی بینندگان، خب حتما گفتن شما و توضیح شما هم تأثیر میذاره. بله این یهوه و این گروهشون هر هفته یه تورایی دارن که همینجوری که شما میگید یه ماشین بزرگ میاد اینا رو پیاده میکنه، بعد اینا بعضی هاشون با دوچرخه از اون ماشین بزرگ، بعضی هاشون پیاده راه میفتن، خیلی جوانای شیک و مرتب کراوات زده و من و شما رو بهشون هم یه چیزی میگن شاهدان یهوه، یه چیزی اینجوری میگن شاهدان یهوه. بله شاهدان یهوه. بله یهوه ویتنس اینجا میگن یهوه ویتنس. البته منم دیگه یاد گرفتم وقتی میان چون اینا جوونن اول تعارفشون میکنم آبشون میدم بعد میگم که اگه شما به خدا قبول دارید دو دقیقه قبل از اینکه شما بیان چون میبینمشون از این بیرون خدا به من گفت که برو دو تا بطری آب برای اینا بیار آبو که خوردن سرشونو ببر. این دوتا جوون چنان نگاه من میکنن میگن که یه دیوانه اینجاست و نمیدونن فرار کنن یا بعد بهشون میگن با وجود من شوخی کردم برید همینقدر که شما میخواییم به من اون خدای خودتون رو غالب کنید منم میتونم به شما بگم که من قبلا با خدا صحبت کردم حالا شما ثابت کن که من نکردم. بفرمایید به گوشم
شما یه فیلمی هم فرستادید که هر وقت میخواین بگید اون فیلم رو نشون بدیم. این آقای بینش والا نمیدونم بینش پژوهش والا من آقای یهودیه بلدیدونم. من نمیدونم چرا باید سرود ما را اینا بسازن، فرهنگ لغات ما را اینها باید نویسن. اگر آقای آریانپور یک فرهنگ لغات انگلیسی پارسی ننویشته بود بقیه همه ما را جود است. بله آقای مصطفی من یه بار اولین بار که ایشون اون کنسرت بزرگ و اینا رو راه انداخت تماس گرفتم که با ایشون مصاحبه چیزی داشته باشم. اگه اشتباه نکنم ایشون همونجوری که شما میگید هم کلیمیه هم اهل شیرازه. و من از شما دوستان میپرسم، دوستان کدومتون تا حالا بچه‌تون که دنیا آمده اسمشو میذارید شاهکار؟ یعنی والا من نمیفهمم. شما شاهکار کردی، مادرش شاهکار کرده، پسرش شاهکار کرده، بعد در اصورت بابای سری تکون میخورده اون شاهکارشون بوده. این مردک اینجا این میخونه بله. که بعدن بتونه مجبز برای خودش بگیره که به اسلام و قرآن و اینا توهین بکنه. تا هیچ اشکالی هم نداره. اگر دین اسلام و قرآن با حرف امثال این خبر بین بره خواهمون بهتر بود که از همون اول بین میره. اینها زمان خود حضرت محمد هم خیلی تلاش کردن که به اصطلاح حضرت محمد رو بدنام کنن، نمیدونم در قرآن رسوخ کنن و کردن. و حضرت محمد ضمن این که وحی بهش نازل میشه، آقای سروش بشنو، وحی بهش نازل میشده، ایشون کار بسیار قشنگی میکنه. یک آیه نازل میشه، توجه میکنید، و میگه که آیات قرآن آیاتی دوگانه، متشابه و محکم. از متشابهات پیروی نکنید. هر کس که از متشابهات پیروی میکنه این قصد داره از طریق تفسیر متشابهات انحراف در ذهن شما به وجود بیاره. و اینا اصلا خیلی راحت بهشون میگه که اینا پیروان شیطان هست. این که باز قطع شد صداشون و گفتم راجع به این چیزا صحبت نکنید. برید آقا از طریق اسکایپ تماس بگیرید، مثل که اسکایپ هنوز دوستان اونجا نمیتونن. و جالبه که صدای شما قطع میشه ولی تلفن ما همینجوری نشون میده که الان مثلا دوباره این سری جدید 14 دقیقه و 16 ثانیه و الی آخر. لطف کنید با اسکایپ یا من با اسکایپ باهاتون تماس میگیرم. بله من تماس میگیرم. بله دوستان عزیز، این ماجرای آقای شاهکار، یه فیلمی هم ساخته بود، یه شعری رو دکلمه میکرد درباره آخوندا. و ما دوستان ایرانی بدون اینکه دقت کنیم معمولا احساساتی هی برای من میفرستادن آقا ببین چی گفته، به آخوند میگه که من هر کاری میکنم به تو چه اینا. گفتم بابا جون تو آخرش گوش کن، آخرش هم به من و شما میگه آخوندا هم هر کاری میکنه به من و شما مربوط نیست و فضولی نکنی. وقتی اینو برای چند تا از دوستان فرستادم همه گفتن بابا تو عجب دقتی داری. گفتم من اینجا باید این کار انجام بدم که شماها اینجوری احساساتی عمل نکنید. آقای مصطفی زاده هستید شما؟ بله بله. خب آقا میگم اگه میخواین قطع نشه شما حرف بد نزنید درباره دوستان. حرفای آقای خوب. من حرفم رو میزنم، یک جونی دارم خیلی بی‌ارزشه. آدرسمو دادم به همه دوستانی که فعال سیاسی هستن، تعدادیشون خونه من اومدن، دو تا آدرس دارم، هر دو آدرس بردمشون که یاد بگیرن. اصلا برای من مهم نیست که، یعنی خیلی شائقم، خیلی خوشحال میشم که همین امشب عمر من تموم شه. عمری که بخواین آخرتش فرزندان ما نبا و نتیجه ما بشن نوکر صهیونیست، بشن برگه صهیونیست، میخوام همچین جوری وجود نداشته باشه. همچین زندگی اصلا خواهانش نیستم آقای سرمی. حالا این بساطی هم که راجر اسلام بپا کردن و بهاشی به اسلام، نمیدونم چه ایجاد داعش، ایجاد طالبان و نمیدونم کفت و زهر ما، تمام اینا برای بدنام کردن اسلامه. البته اینو به شما عرض بکنم،
میگن یه میلیارد خورده ای مسلمان در دنیا وجود داره. خیر، همچی چیزی نیست. کسی که میگن من حنفیم، شافعیم، نمان پیم پیم، این مسلمون نیست. که مسلمون یعنی کسی که فقط خدا و قرآن را قبول داشته میشه، بقیه همش حرفه، همش صوتی که به اینا خوروندن بیشترش هم از طریق همین آقایین یهودا که رسوخ میکنن بین مردم. الان در حکومت جمهوری اسلامی شهادت خیلی از مؤمنین به اسلام الان در جمهوری اسلامی چند تا یهود هست ترجم کنیم که در رأس کار هستند و کارهاشون پیش میره توی ایران. اینها به همه جا رسوخ میکنن. به هر حال آقای شوری در این باره بحث خیلی زیاده و خیلی دقیق که اگر بخوام صحبت کنم فکر کنم یک ماه بتونم یک ساله صحبت کنم. اگر شما باز هم چیزی که به نظرشون مشکل بوده یا این که مثل همون مرزهای اسرائیل و اینا اگر بفرمایید من حاضرم جواب. من ممنونم از شما. اجازه بدید این رو به دوستانم منتقل کنم. دوستان اگه شما هم سوالی دارید، چه درباره این برنامه ها، چه سوالاتی خارج از برنامه که میدونید آقای مصطفی زاده ممکنه پاسخ داشته باشن یا براشون مهم باشه، نظر شما رو، نظرتون، پاسخ چیتون با اصطلاح با ایمیل zia1942@gmail.com یا اگر میخواین پیام بذارید من شماره تلفن‌ها رو گذاشتم. شما پیام ها، گرچه آقای مصطفی زاده گفت من فقط میخوام مکتوب باشه، بفرمایید من گوش میدم و اگر سوالی به نظرم رسید با اجازتون میام و میپرسم. بفرمایید. یکی از آقایون، دو نفر از آقایون در برنامهشون در رابطه با ایرانی صحبت کردن و گفتن که چون اون داستان احمقانه به پایان رسیده، من بازم بهشون میگم آقایون تو هموطن من هستن. این آقایون گفتن که ایرانی میدونه چی نمیخواد ولی نمیدونه چی نمیخواد. چی میخواد؟ من در این باره و در باره که اصلا وطن یعنی چی، مملکت یعنی چی، میهن یعنی چی، میخوام یه توضیحاتی مختصر بدم به حضور شما. وقتی ما میگیم ایرانی نمیدونه یعنی یه نفر آدمه نمیدونه، یه نفر، در حالی که در رابطه با یک ملت داره صحبت میشه. این رو یک جنرال احمق آمریکایی گفته بود. به حضور شما یک ملت از خانواده ها، از قوم ها، از اقشار مختلف، همه از اقشار مختلف تشکیل شده. این نیست که ما بگیم که این یه نفره. هر قشری خواهان یک مطلب و یک چیزی هست و مطالبات خاصی داره برای خودش. اینه که همه میدونن چی میخوان ولی زمینه بیان خواسته ها وجود نداره. هر وقت هم که ایرانی ها نزدیک میشن به این قضایا یک شرشور دفاع خواهد شد و موضوع کمبرهون تلقی میشه و تموم میشه میره به کارش. این که آقای صوری چند بار شما هم صحبت کردید که میان طرفدارای سلطنت فحاشی میکنن، طرفداران مجاهدین میان فحاشی میکنن. آقای صوری باور کنید افرادی هستن که میان بینام و بینشون فحاشیشون رو میکنن به ایرانی ها، میان توی فیسبوک، میان توی یوتیوب، همه جا هر چی دلشون میخواد میگن به نام سلطنت طلب، به نام مجاهد و به نام های دیگه. بین ماها اون وقتی میشه من شک میکنم به شما، شما شک میکنید به من، اون شک میکنه به اونگه که و بین ما ها یک بلبشوی درست میشه و حرف هم دیگه نه اعتماد میکنیم نه گوش میدیم و مرتب با هم جنگ و دعوا داریم. این جنگ و دعوای ایرانی دلیلش وجود جهودهایی هست، داریم تکرار میکنم، جهودهایی که بینام و نشان در رسانه ها ظهور میکنن. این مثلا
مطلب بعدی آقای شوری اینه که ملت رو برشون عرض کردم، خیلی مختصر میگم من با این ماه من هرچی میگم آقای شوری پراکندگویه و به قول خودم محملات. من برنامه هم از اول برج آینده شروع میشه که از این گرفتاری که این ماه دارن در میام و با فکر باز بتونن برنامه همو درست اجرا کنن. این همه پیش درآمده هاییه که با پراکندگویی دارن میگذارن. من هر بار ملت گفتم که افکار ملت بسیار متفاوتن، افکار، عقاید، خواسته ها، مطالبات، همه چیزشون با هم که برداره. این ملت یک نفر نیست که بدونه که چیچی رو میخواد چیچی رو نمیخواد، همه چی رو میدونه، همه چی رو میفهمه. زمینه بیان مطلب تا حالا براش به دستش نیامده، تا حالا چنین فرصتی براش پیش نیامده که بگه. بعد میان سراغ میهن جناب شوری و بیننده عزیز هم بدم گرامی، کشور میهن یک ملک مشاه، ملک مشاهی که فقط مال بنده و شمایی که حاضرین نیست. کشور میهن مال کسانی بوده که اون رو تشکیل دادن، به دست ما سپردن به صورت امانت که ما در زندگی کنیم و بسپریم به آیندگان. ما حق نداریم برای جدایی یک میلیمتر از این خاک تصمیم بگیریم، چون این کسانی که نیستند، هنوز به دنیا نیامدند، حق و حقوق دارند از این کشور و تا اونها نیاد به سن قانونی نرسند که این سلسله میرسه به اون سر دنیا و پایان پذیر نیست، کسی حق نداره که یک میلیمتر از خاک کشور رو به هر عنوان مثل عناوینی که بحرین رو از ما بریدن یا این که ارمنزود رو بریدن یا امثال هم، کسی که این حقی رو نداره بی خودی تیه طرف ها ننشینن نقشه بکشن، بی خودی موضوع فدرالیزم که اساس تیهیت مطرح نکنن. فدرالیزم برای تکه تکه کردن معلومه در خطکشی های خاص و بعد هم همونطور که کشورها رو میگم تکه تکه میکنن، جایبشون میکنن، این فدرالیز اول ملت رو تکه تکه میکنه، بعد کشورش میکنه، بعد اون کشور رو چی جلا میکنه و تو سر همه میزنن قدرتمندهای جهان. و تا امروز هم آقای سوری قرب توسط تحجیمیز اشغال شده، به اصطلاح تصفیر شده و قرب فقط در نشوندگان تحجیمیز درش حاکمند. اگر شانی اون امثال ترامپ میان سرکار، امثال جورج بوش میان سرکار، اوباما میان سرکار، اینها بدون اجازه تحجیمیز هیچ کاری نمیتونن بکنن. بسیاری میگن 300 نفر میشینن تصمیم میگیرن. خیر، 300 نفر صهیونیسم تصمیم گیرنده نیستند. 300 نفر صهیونیسم هر کدام، ببخشید میگم 300 نفر، تعداد زیادی صهیونیسم هر کدام 300 نماینده از بهترین متخصصین در هر زمینه‌ای در اختیارش. این متخصصین هستند که مزدگیر اونها هستند، کارکنان اونها هستند، تصمیم میگیرند و اون عمل میکنند و همیشه موفق بودن تا این تاریخ، کاملا موفق بودن. در حال آقای سوری این همون چیزی که بهش میگن تینک تانک یا مغزای متفکر دیگه، نه؟ بله بله، مغزای متفکر. اینها نمایندگانه، هر 300 نفر نماینده یک صهیونیست فقط، حقوق از یک صهیونیست میگیرن. بعد اینها در جلسات خودشون میشینن تصمیم گیری میکنن، اون وقت شما میبینید چه جمعیت عظیمی
حاصل تصمیمات رو میفرستم به مرکز صهیونیستی، اونها وقتی تصمیم جدی و به اصطلاح نهایی رو اونجا اتخاذ میکنم و به معلوم میگم. اینجا آقای سرمی، من میدونم یکی از انتقادهای شما که در ساعت دوم خواهید کرد اینه که ما سنگ بزرگ برداریم، سنگ کوچک برداریم و کم 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 آروم آروم بریم جلو. جناب سرمی، باور کنید اگر شما رو یک قصر بهتون بدن، شما تو اون قصر زندگی کنید، تمام اتاقا متعلق به شما باشه، یک اتاق از اون قصر سگ مرده و لاش مرده و حیوانی توش مرده باشه، موجند اون لاش مرده اجازه نخواهد داد شما تو اون خونه تو اون قصر زندگی کنید تا اینکه اون اتاق پاک بشه. امروزه اون اتاق موجندی که لاش مرده درش هست اول آمریکاست، بعد اتاق دوم اروپاست. شما به ستاره های روی پرچم آمریکا نگاه کنید، به ستاره های اتحادیه اروپا نگاه کنید، کسی معنی اینا رو آیا نباید جستجو کنه که معنی اینها رو چی هست؟ ستاره آمریکا و ستاره اروپا یعنی یک مثلث که میدونید مثلث نشان اتحاد و قدرته، یک مثلث قاعد شکسته است یعنی پای شکسته که مثلث صهیونیسم اومده اینو حفظش کرده نگهش کرده. حالا من دوربینم که باشه توی تلویزیون براتون توضیح میدم، مثلث رو قشنگ نشونتون میدم که خیلی واضح همه بفهمن که اروپا و آمریکا و غرب کلن و تعداد زیادی هم از کشورهای شرقی تن دارن به این قضیه یا معنی این تدارا نمی فهمن. این مثلثی رو که مثلث تحیانیش اومده دو کشو گذاشته رو پایه که شکستگیش رو نداره بیشتر بشه یعنی حمایتش کنه، اون مثلث تحیانیش ده که اگر برداشته بشه اون پایه میشه یک حد مستقیم و دیگر مثلث خبری نیست و باید بره نابود بشه. توجه میفرمایید این همینی که بهش میگن ستاره داوود؟ همین، نه ستاره داوود دو مثلثه، یک مثلث صهیونیسته که یک زاویه‌اش رو سمت بالاست و صعود میکنه، مثلث بعدی مثلث یهوده. اون دو تا مثلثه، یه چیز شش ضلعی رو که پیکانش رو سمت پایینه که یعنی باید صعود کنه و کم 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 از بین بره. فقط تحجونی در دنیا فرمان روایی بکنه، نه هیچ کس دیگه. یهودی هایی که از این مسائل خبر ندارن بی‌جهت دفاع نکنند از تحجون. سازمان کاریکات هست، قدیترین پولدارترین ثروتمندترین سازمان جهانه، مال این آقایونه، به قول بعد جا گفتن یه از مال احترون. این سازمان چیه باز حواظ ندارم هی یادم میده اصلا میده، به هر حال اینا سازمان های متفاوتی دارن، متفاوتی دارن که اومده بودن در ایران. شاه هم قرار بود توی سازمان قرص بشه، بعد فهمید که اول باید شخصیت آدم کاملا ظاهر بشه، فرمانبر بشه، زنجیر به گردنش باشه و فرمانبری بکنه تا بتونه. شاه قبول نکرد دیگه آخری بعدا اولین عملی که باید میکرد این بود که کاری رو که هماهنگ میکنن، کاری رو که همجنس طلبان میکنن باید روی شاه هم انجام میشد که شاه قبول نکرد، خیلی شد و نخواسته. باز اسم اومد رفت به حضور رفت که به هر حال آقای سرمی چی فراماسون ها نیستن؟ فراماسون ها؟ بله بله فراماسون ها، فراماسون ها یک شاخه از فرمانبران صهیونیست ها هستن مثل جوگزا. بعد تکلیف اروپایی ها چیه این بسن؟ اینجا بهشون میگن فریمیسون یا بناها و معمارهای آزاد. بله بله، اینها در
از در آغاز بناها بودن، بناهای بسیار خوب و چیز که بعد به اینها هم مجبور کردن و کشیدنشون زیر اخیه و اینها رو به این صورت داره بودن که اگر تو اجازه باشه باز در برنامه های آینده من خدمت رو عرض خواهم کرد. سازمان فراماسونری باز وابسته سازمان صهیونیستیه و اینها هم که شخصیت کلان کشورها، حیثیت کلان کشورها، شعور و غیرت و هر که اسم میذارید اینها رو اول ظاهر میکنن، بعد اونها رو در اختیار میگیرن مثل سگی که زنجیر به گردن، مثل حیوان خانگی مجبورن که از اینها اطاعت بکنن. شما فکر نکنید که اگر آقای اوباما اومد سر کار هست و یعنی که رئیس جمهور هست بده معاونش فقط دستش باستده بود اسمش چی بود آقای ویلسون؟ بایدن؟ بله بله جو بایدن. آقا اگر یه گره کش هست میزد پس جرده میشوند که دمر یفته زمین. اینها قدرت این که خودشون کاری بکنن ندارن. قربی ها دارای همون ستارن که اگر صهیونی حمایتش رو برداره از اونجا اون زاویه نوکه پیکانش رو از روی شکستگی اینا برداره اینا سقوط میکنن و از بین میرن. در جمعه شما ببینید اروپا چی داشته که امروز هایی میگن رونسانس کرده نمان چه کرده چه کرده نخیر هیچ کاری نکرده. اروپا تحت حمایت صهیونی به این درجه رسیده. هر کشوری هم که اعلام برگزی بکنه در برابر صهیونی پیشرفت خواهد کرد تا جایی که اونها بخوان. بعدا میزنن تو سرشون که ده مترن زیر زمین، یعنی جز خودشون هیچ کسی رو قبول ندارن. این داستان صهیونی. آقای مصطفی زاده شما یه چیزی رو گفتید ولی زود ازش گذشتید درباره این که این رئیس جمهورها مخصوصا رئیس جمهورهای آمریکا تا به اصطلاح به اسرائیل نرن و اونجا حکمشون صادر نشه کاری نیستن. شما دوستان نگاه کنید یکی یکی رئیس جمهورها رو و ببینید اینها حتی بعضی هاشون قبل از اینکه رئیس جمهور بشن حتما اسرائیل میرن، اون دیوار ندبه رو میرن، یادداشت مینویسن، برای خدا تو اون سوراخ میکنن و بعد اجازه دارن رئیس جمهور آمریکا بشن. اینم یه موضوع. ضمناً فیلمی رو که شما فرستاده بودید داریم، هر وقت گفتید بگید اونو. نه اونو لطفاً اگر میشه لینکش رو بزنید نشون بدید هر کس میخواد اگه میتونید. اگر زحمتتون لینک اون نشون بده هر کس بخواد داره ببینه. بله اجازه بده این کار انجام بدم چون که بک‌گراند بهش نگاه کنم. بله. دقت کنم. بله. ببینم بک‌گراند این چیه. توجه میکنید این بک‌گراند دقیقا علامات و مسائل یهود رو دوباره میذاره اونجا که اصلا ربطن باز به یهود نداره. من صهیونیست. ببخشید من فقط میخوام اینو بیارم نشون بدم قسمتی اونجایی که شما میگید. موزیک و اینا رو پخش نمیکنه فقط. نه اونا چون یوتیوب فرمولی که مشکل ایجاد میکنه اون بازن نیست که نشون بدم. اوکی پس لینکشو من چون برنامه امروز هم رو فیسبوک دارم زنده نشون میدم هم بعد بایگانی میکنم رو نشون میدم اینا، لینک این رو که آقای مصطفی زاده میگه دوستان در قسمت فیسبوک اون پایین میذارم و توی برنامه خودمونم توی تلویزیون مردم این ویدیو رو چیز نشون میدم و آقای مصطفی زاده چون خودش اتفاقا خانوادهشون اینا تو کارهای هنری و موزیک و اینا هستن میدونن، خیلی قشنگ توضیح دادن. دوستان پیش خودتون از خودتون سوال کنید خواننده‌هایی رو که دو نسل سه نسل میشناسیم ببینید با چه مشکلات مالی روبرو هستن، یه کنسرت که میخوان بذارن چه بیچارگی و بدبختی رو باید تحمل کنن. بعد خودتون یه دفعه از خودتون بپرسید چجوری این آقا 600-700 نفر یه جایی به اون معظم و بزرگی چه مخارجی تهیه فیلم برداری دوربین اینها رو اینا از کجا میارن و افرادی هم مثل آقای پرویز کاردان و اینها متاسفانه فقط برای که وقتی گذرانده باشن و حقوقشون رو بتونن از تلویزیون اندیشه و آقای نمیدونم دورمانی بگیرن هیچ کدوم از اینا سوال نمیکنن آقا تو چند سال خواننده هستی چجوری یه دفعه یه همچین امکانات یه همچین ارتباطاتی رو به دست آوردی و
فقط میان میشینن به به و چه چه، بعدم دلشون خوشه که این داره از کوروش صحبت میکنه، بعدم دلشون خوشه که این داره از آخوندا ایراد میگیره، که همون شعر رو اگر گوش کنید متاسفانه تا آخر گوش نمیکنید، آخرش میگه اگه آخوند و مسئولینم هر کاری میکنن ملت به من و شما هیچ مربوط نیست. و این رو فرستاده بودن، یک ویدیویی هست به نام ایران شاعر شاهکار بینش پجو موسیقی کار آروز یا هم چیزی، درست نمیتونم بخونم، در صورت اگه خواستین دوستان لینکش رو روی زیر فیسبوک میذارم و بعدا هم توی برنامه خودمون اونو پخش میکنم. خب بفرمایید آقای مصطفی زاده. بله، حالا جناب آقای زاده، من از هموطنانمون، از هممیهنانمون، از ایرانمون تمنا میکنم که به هممیهن خودشون اینقدر توهین و بی‌عزتی و بی‌احترامی نکنن. ببینید هر کس اجازه بدن، هر کس هر کی رو میخواد به همون برسه. اگر کسی مسلمانه بره دنبال مسلمانیش، مسیحیه بره دنبال مسیحیتیش، عیسویه بره دنبال عیسویتیش، یهودیه هیچ اشکال نداره، توجه میکنید؟ ولی خودشون ببینید آقای سوری، به شما میگن که شما چی هستید؟ مزدور جمهوری اسلامی. اینو من بارها از جوان شدید آقا، آقای سوری به خدا مزدور نیست، منم، من مزدور جمهوری اسلامی هم، من مصطفی زاده مزدور جمهوری اسلامی هم. اگه ما بهتر بگم آقا تو مزدور چی هستی؟ آقا این حرف رو نزنید، شما طرفدار رضا پهلوی هستی، شما طرفدار مجاهدین هستی، شما طرفدار کمونیست ها هستی، شما طرفدار چه و چه و چه و چه هستی. آقا به همدیگه توهین نکنید، نگید مزدور، این حرف زشته. به دین همدیگه، به عقاید همدیگه احترام بذارید. درست میگید شما، نباید به دینی احترام گذاشت، به عقیده احترام گذاشت که به همه کار ما دخالت میکنه، به همه چیز ما میخواد فرمان روایی کنه. بهش توهین نکنید، یک زمینه فراهم کنید که یک مسابقه بین این عقاید به وجود بیاد در کشورتون. بعد هر کسی که موند معلومه که اون معلوم اون رو میخوان. ببینم جمهوری اسلامی اگر جلوی این کار رو بگیره، اگر جمهوری اسلامی مخالفت کنه با ایجاد یک زمینه انتخاب برای مردم، توجه کنید، یعنی که خودش هم آقای سوری با صهیونیست دستش روی کاسه است. به همین دلیل شاید معرفی کردن صهیونیست رو، گفتن باید صهیونیست رو صحنه گیتی پاک بشه، ولی نگفتن صهیونیست چیه، کجا واسطه، کجا میشه بگشتن. بنابراین ما اعتماد کردن آقای سوری به هر کسی به فرد مطلقا درستی. آقا کدوم یکی از شما اشتباه نکردید در زندگیتون؟ آقای سوری شما در زندگی اشتباه نکردید؟ هر روز. خدا حفظتون کنه آقای سوری. من خودم شب میشینم چیز میبینیشم یا صحبت میکنم، صبح میبینم چقدر اشتباه داشتم. آقا بعد اشتباه میکنه. حالا دوست ما، دوست گرامی ما، اسمشو میذاره رایستان، اسمشو میذاره نمیدونم چیز یکی دیگه دیگه، دانشکده قانون اساسی، نه اون اصلیه آقای سوری، بله آقای دکتر نصر احمدی، همون رایستانه میگن و قانون اساسی دیگه، پارلمان یعنی محل گفتگو، گفتگون، محل تصمیم گیری. بعدن شد، بعدن دیگه کم کم مختص دولت ها شد، یعنی همون مجلس، یعنی همون شورا، یعنی اینقدر نپیچونید مردم رو با رایستان و با پارلمان و این از. آقا پارلمان یعنی محل، مکان، مکانی که برش گفتگو میکنن، گفتشنود دارن، شورا میکنن، مجلس تشکیل میدن توش، محفل تشکیل میدن توش. پارلمان معنیش اینه
رای اسلام هم خب معلومه کسانی که اونجا تصمیم میگیرن رایشون رایشون هر که باشه همون اجرا خواهد شد. این مردم رو نپیچونید. من این که از شورا صحبت میکنم برای اینکه شورا برای ایرانی ها روشندتر و خیلی واضحتره. اگر نه خب منم بردارم از این صحبت رو بکنم. خلاصه های سرمی باید ما این زمینه رو ایجاد کنیم و این زمینه ایجاد نخواهد شد مگر اینکه اپوزیسیون ما متشکل بشه. یعنی ما اپوزیسیون نداریم که متشکل بشه، این اپوزیسیون بازی داریم. یعنی کثیف‌ترین بازی جهان اپوزیسیون بازی رو باید بذاریم کنار، اپوزیسیون درست کنیم. کسانی که میتونن هر یا هر چیز دیگه به هر حال تشکر ایجاد بکنن، اون اساسنامه‌شون اون مرامنامه‌شون رو بدن و به حضور شما کرد که عضو بپذیرن و مردم رو متشکل کنن. این که ما زورمون به جمهوری اسلامی نمیرسه، آمریکا یه زورشون به دولت آمریکا به جمهوری خواه و دموکرات ها نمیرسه، همه این آمده این که مردم متفرقن. مردم باید متشکل بشن. آقای مصطفی زاده ببخشید، در رابطه با همین که میگید متحد بشن و اینها، همین الان چند دقیقه پیش یه ایمیلی آمده از آقای دکتر حسن کیانزاد، البته ایشون نوشته حسن دکتر کیانزاد. من با ایشون هم یکی دو بار مصاحبه کردم، ویدیوهاشون هم تلویزیون مردم پخش کردم. ایشون هم در ایام به اصطلاح کهولت و سالمندی به دنبال اینی که رئیس فلان شورا باشه و اینها برداشتن نوشتن که آیا مخالفین حق دارند برای سرنگونی رژیم اسلامی در ایران از کشورهای بیگانه کمک بگیرن، میزگردی با حضور فلان دکتر و فلان دکتر و اینها در یه رادیوی. من گفتم برایشون که آقا من در برنامه صحبت کردم، هر کسی حق داره با هر جایی تماس بگیره، ولی برید مصاحبه آقای دکتر آرام حسامی رو نگاه کنید که میگه رفتیم توی دفتر جان کری تا گفتیم ما ایرانی هستیم و میخوایم این کارو بکنیم، اینا گفت آقا برو بیرون. گفت هر یه ساعتی یه گروهی میاد و میگه ما تنها اونجا ارتش داریم، آزادی بخشیم، اینیم اینیم، و یه پولی میگیره دو ماه دیگه اصلا ما نمیتونیم پیداشون کنیم، نیستنشون. حالا این دوستان هم اینو میگن، نظر شما راجع به اینایی که تماس میگیرن به آقای ترامپ مثلا که بیا به ما کمک کن، میخوایم نظام رو براندازیم و اینها چیه؟ آیا فکر میکنید مثلا افرادی مثل ترامپ منافع خودشون رو میذارن کنار میان دنبال منافع اینها باشن، یا به اینا اعتماد میکنن مثل اون آقای احمد چلبی برای عراق؟ آقای سولی پاسخ شما اینه که اینها منافع ملتشون رو نمیخوان، منافع شخصی خودشون میخوان، اون هم منافعی که از تحیونیشون دریافت میکنن. پس بنابراین اینها فقط فرمان میدارن، هیچ کاری نیستن، و هر کس که به اینها متوسل میشه برای گرفتن حمایت، من خوشم نمیاد درد زشت زمن نادانه فقط میگم، چون وقتی من متوسل میشم فرد به یک قدرتی به یک کسی از خودم زورمندتر، یعنی بهش میگم تو از من حمایت کن، اونم به من میگه در هدایت چی میخوای، من مجبورم به خواسته اون پاسخ بدم، مجبورم اطاعت کنم ازش، چون همینطوری که اون گردن گذاشته میتونه حمایت کنه از من، همینطوری هم میتونه از سر من منو نابودم کنه. بنابراین حماقته که یک بطن پرست، یک میهن پرست، یک کسی که منافع ملتش میخواد بره به سمت اینها و از اینها درخواست کمک کنه. اینها انسان نیستن دستان آقای سوری که بخوان به من و شما کمک کنن، بخوان به ملت ایران کمک. ملت ایران تنها راهی که داره اینه که گروه گروه، جمعیت به جمعیت، ولی خط نکشن بر روی زمین که اینجا استان فلانه، ما میخوایم در این استان جمع شیم. همه ایران مال همه است، هیچ وقت ما نمیتونیم جدا کنیم. اگر بخوایم بکنیم، ترک ها، آذری ها در کل سطح ایران پراکنده، همه کشور مال اون هاست.
اگر بخواییم به اون صورت حساب کنیم، یا نیست در ایران که ترک ها نباشن، آذری ها نباشن و بهترین درآمد ها و کسال هم نداشته باشن و بند خدا ها چجور هم زحمت کشن و کار میکنن. از بیاید یک سر بریم دست ترک ها و آذری ها و خودمون بگیم که بله ما مطیع شما هستیم. اگر به اکثریت خواهید، اگر به هر چی الان که هست دوست. آقای مصطفی آزاده الان که سالهای سال هست کشور دست دوستان ترک و آذری بوده، از قاجار به این طرف، حتی خود آقای رضا شاه هم یه جورایی درسته که اهل رشت و اینها بوده، ولی مثل اینکه ترکی و اینها هم بلد بوده و دیدیم نوارش هست که با آقای آتاتورک هم در دیداری که داشته ترکی صحبت میکرده. خب الان به ساعت دوم رسیدیم و الوعده وفا بنده مهمان شما هستم. اجازه بدید به دوستان بگم که آقای مصطفی زاده روزی که این سری برنامه ها رو قرارش گذاشتن و با ما صحبت کردن گفتن میخوان یه سری برنامه داشته باشن از افرادی که دستی در رادیو تلویزیون ها دارن، صاحبان نشریات یا افرادی که فعال سیاسی هستن یا حالا به قول جدیدی ها کنشگر سیاسی هستن دعوت کنن. هفته اول از آقای دکتر افشارها دعوت کردن، این هفته از من دعوت کردن. باور کنید من سه شب خواب ندارم و حتی پسر عموی من نوشته بود که بله، گفتم که جمعه ممکنه آقای مصطفی زاده یه لیف و صابونی به من بزنه، ایشون گفت الان مواظب باش کیسه نکشن. گفتم بد نیست سالی یه بارم کیسه بکشیم، این سلولای مرده از رون بدنمون جدا بشه. من در خدمت شما هستم اگر سوالی پرسشی هست. آقای سعودی جانب. من با هیچ کسی هرگز بی‌ادبی نه توفت میکنم و نه بی‌ادبی میکنم، ولی بارها و بارها در برنامه ها گفتم هر کس که شنیده میدونه، گفتم من با هر کسی در اون لحظه منطبق با شخصیتی که از خودش ورود میده برخورد کنم. اگر فردای اون روز صحبتی دیگه نکنند در اون مورد، باز من هم دوست دارم، همه اشتباه میکنن، همه ممکنه خطا بکنن، ولی این که ما سکوت کنیم، هر کسی هر چی دلش بخواد به ما بگه و به قول شما ما هم گوشت و پوستیم، گوشت و پوست و استخون احساس داریم در بین خانوادمون، در بین مردم، به هر حال شاید که یه اعتباری عزتی داشته باشیم و اگر هر کسی بخواد بیاد حرف مفت بزنه و بیاد ما خراب کنه، بنده تحمل نخواهم کرد. هر کس هر موقع صحبت بکنه در همون موقع جوابشو میدم، اگر نباشن در اولین فرصت پاسخشو میدم، اگر که اون خاتمه بده به جرمنجر و حرف مرد بنده مخلص که شماستم تو هم بخمه. حالا یک خارجی باشه نه تنها اون موقع همیشه هم بشه بعد بلا خواهم کن، چون قربی ها رو منظورم، قربی ها مثل گوستان شدن. آقای سوری هر چه تلویزیونیشون بگم و اون رهبران حکومتشون بگم، اینها به همون جرمان میذارن. آقا این همه امریکایی رو بیکار کردن، خیابون خواب کردن، این همه تدارشون دارن، یک نفر دارد نکرد یک کلمه حرف بزنه. به حضور شما که پولیس آمریکا رو اینجا تو اروپا مدام تو تلویزیونو نشون میدن، یعنی ببینید که پولیس نمی چی، ولی ما چقدر شما رو به منت میزنن سر مردمش، که ما به شما احترام میزنیم. این پولیس رو ببینید چجوری میزنه، چجوری میکشه، چجوری فلان میکنه، چجوری میکنه. آقای سوری من باور کنید من عاشق ملتمونم، بدشون و خوبش، مسلمونشون، ایسدیشون، مسیحیشون، یهودیشون، کردشون، فارسشون، لورشون، همه این ملت یکی از بهترین ملت ها مشروط داریم که آقای سوری اجازه بدن که این محاسم خودتون نشون بدید، اجازه بدن که این متشکر بشه، اجازه بدن که حقش به قشر خودش بده، هر کس به قشر خودش به پیرنده و برای خودش انتخاب کنه. یعنی که یک ایران بشه یک سوپرمارکت آقای سوری، یعنی ایران بشه شاهنشاهی داشته باشه
پادشاهی داشته باشه، سلطنت داشته باشه، جمهوری داشته باشه. جمهوری اسلامی هم در جای خودش تب تو محتم بمیده، ولی هیچ کس رو وادار نکنن، نتونن طبق قوانینی که به صورت موقت من نوشتم در اساسنامه، طبق اون قوانین موقت تا تشکیل شورای مشترک تشکلها، اون که من نوشتم موقتی و بیشترین قصد من، عزم من این هست که بلکه بتونیم اینهایی که در خارج از ایران به سر میبرند اینها رو گروه گروه سازمان تشکیل بدن، تشکلها به راه بیفته. بعد آقای سوری یک سوال از شما میکنم. بفرمایید. دوستمون باز گفته بود که تلویزیون های فارس زمان خمه وابستن، خمه از دومشون به یکی بستست یا از این قبیل حرفا. خب چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ آقای سوری شما تلویزیون رو باز کردید، یعنی شما باید بیاید خونه و زندگی و پولتون و همه چیتون رو بذارید در راه این که مثلا فرض کنید بنده من دوست دارم که یه حرفی رو بشنوم یا یه کاری بکنم، میخوام زنده هم نباشم من که بخوام شما رو یه زندگی رو بذاری برای من که حرف بزنید. شما حق دارید که و مردم باید حمایت کنن. کدوم مردم؟ همین ایرانی های در خارج از کشور باید شما رو حمایت کنن تا شما وابسته به کسی نشید. من وابسته به کسی نشم. هر تلویزیونی میتونه طبق اون طرحی که من دارم میتونه تحت اختیار یک تشکلی که خودش دوست داره قرار بگیره و مدیریت کنه اون تلویزیون و صاحب اون تلویزیون، مدیر اون تلویزیون. مثلا فرض کنید اگر شما به فرض گروه مجاهدین رو که باش دوستان هستی اگر قبول داشته باشید، مثلا مجاهدین تلویزیون شما رو در اختیار داشتن گرچه اونا خودشون تلویزیون دارن. مثلا دوستان جمعه هر تلویزیونی در اختیار یک تشکل قرار بگیره، مرد تمام خبرها و اون چه که باید و شاید به اعضایش بگه از طریق اون تلویزیون بگه و تشکل قرار به سران درست کنن و مردم رو منسجم کنن. این مردم وقتی منسجم شدن از زیر بوتر عمل نیمدن. آقای شد اجازه بدید آقای مصطفی زاده، چون به من گفتید هر وقت بخوام میتونم صحبت کنم، منم از این استفاده میکنم. شما در رابطه با تلویزیون کاملا درست میگید. اینجا تو آمریکا هر مدرسه‌ای، هر دانشگاهی رادیو خودشو داره. این روزهایی که دیگه هر یه نفر دیگه خودش رسانه خودشو داره با فیسبوک و با یوتیوب و اینها. و در صحبتاتون شما گفتید مجاهدین که من باشون دشمنم. من باشون دشمن نیستم. من تو رادیو تلویزیون های ایرانی بیشترین کمک ها رو به گواهی خود آقای فیلابی، به گواهی آقای قربانی، به گواهی آقای خانم شیرین نریمان، به گواهی همین دکتر قسیم که الان ازشون جدا شده، بیشترین کمک ها رو کردم. چیزی که هست مجاهدین خودشون با خودشون بدن. مجاهدین مثل فرد معتادی میمونه که شما وقتی فامیلش هستی بهش میگی عزیز من این اعتیاد داره تو رو از بین میبره، ضمناً خانواده ما رو هم داره خراب میکنه، بیا بریم ترک کن، بیا بریم درست کن، بیا بریم درست شو، فوری میره به پلیس زنگ میزنه میگه این دزده، این قاچاقچیه. این میگم آقا شما برو نوشته هاشونو بخون. تلویزیون مردم که با خواهش آقای مرداد از کالیفرنیا ما برنامه های اینا رو پخش میکردیم با ساعت $10-$15 خبرهای همش هم دروغ، همش هم خبرهای یه طرفه، به قول شما از ارگان رادیو تلویزیون خودشون بود. به این تلویزیون ها میگن صدای ارگانشونه دیگه، ارگان اوناست. بعد وقتی هم خبری بود آقای فیلابی تماس میگره که صبحی جان بیا فلان جا این خبره اون خبره. آقای منوچهر سخایی، آقای مسعود امینی، اونها پول میگرفتن، اونها به سفر میومدن، اونها مخارج هتلشون پرداخته میشد، ولی من خدا پدر آقای فیلابی رو بیامرزه میگو ماشین تو بیار اینجا پارک کن با هم میریم. و اگرم اونجا یه نهاری به همه میدادن ما هم یه نهاری میخوردیم. ما هیچ بار حتی یک پنی از اینا بابت این مراسمی که میرفتیم فیلم میگرفتیم تبلیغ میکردیم نگرفتیم. بعد بلا فاصله دوستانی که از اینا جدا شده بودن زنگ زدن گفتن آقا شما میگی اسم تلویزیونت مردمه، ما
ما هم مردمیم. گفتیم شما کی هستین؟ گفتن ما سالها با مجاهدین بودیم، دوره شاه زندان رفتیم، این آقای محمد کرمی، دوره خمینی زندان رفتیم، رفتیم با مجاهدین توی بیابونهای عراق اونجا رو آباد کردیم، بعد توی زندان مجاهدین هم رفتیم و زندان آمریکاییان بودیم. حالا که آزاد شدیم میخوایم حرف بزنیم، مجاهدین به ما میگن، به زنا میگن اینا هرزه هستن، به مردا هم میگن اینا مزدور هستن. اون وقت من گفتم خب بیاین صحبت کنید. از روز اولی هم که اینا اومدن، به گواهی خودتون و بینندگان، همشون میگن هر کسی میخواد بیاد مهمون ما باشه، بیاد صحبت کنه. یکیش اینترنت نداره، یکیش باید بره خونه اون یکی، یکی باید بره تو مکدونالد بشینه که نمیدونم کامپیوترش وصل بشه فلان. اون وقت اینا میگن که آقا اینا میلیون ها دلار دارن پول میگیرن. میگم آقا این میلیون ها دلار داره پول میگیره، حاضر شما تو برنامهش بیاید 10 دقیقه صحبت کنی آقای فیلابی، آقای جعفرزاده. در اصل میخواستم اینو به قول شما من دشمنی با اینا ندارم. بله من از سال 2003 تا حالا در خدمت شما بودم و هستم و خواهم به حضور شما. اخلاقای شما رو همه رو میدونم، همه چی رو. اولا که این فکر من نمیدونم از کجا به نظر شما رسیده که من میخوام لیکزابون بزنم، اصلا کی هستن که این کار خلاص. نه همینجوری به شوخی، برای نه که شوخی برده درست. بله برای که بگم مهمون شما هستم نمیشه. هر جا صحبت شما شده نه که بگم که بخوام من گفتن خایمال سوردی ترجم کنید، چند از دوستان گفتن تو خایمال سوردی ببخشید من یک کم بیادبی صحبت میکنم، دارم این حرف اونا را میدم. من آقای سوردی هر جا صحبت کردم احتمال داره از مثلا بعضی رفتارهای بعد شما گفته باشم، ولی آخرش گفتم از سوردی بهتر ما توی این تلویزیون ها نداریم. خیلی ممنون. اون وقت هم وقتی من یه چیزی بده شما حق داری بگی. بله میگم شما حق داری، اگه من یه چیزی بده اشکال دارم یا حتی به نظر شما بده، شما نظرتو میگی، اون شخص قضاوت میکنه. درباره این خیلی از دوستان مخصوصا تو دو سه هفته گذشته که این صحبت پیش آمده بود، ماجرا غیبت و اینا، تماس گرفتن و اونایی که با شما دوستن همشون همینو گفتن که آقای ضیا مصطفی زاده پشت سرت همیشه تعریف کرده، حتی اگر یه جایی هم عیبی ایرادی داشته گفته این عیبو داره، ایرادو داره، ولی محاسنش به معایبش به اصطلاح میچربه و افزونی داره. در اصل ممنونم، من در خدمت کنم بفهم. آقای صبح جان، این انصاف حکم میکنه شادم حرف حقیقت بزنیم. یک کمی که باور کنید این موضوع غیبت، البته استاد بنده آقای افشارها مرد بسیار نازنینه و بر اساس اعتقادات شرچه میگه و باید احترام گذاشته حقای، ولی در رابطه با غیبت من میگم من اگر پشتر آقای سوربی سفاتی که بگن ای به کارش رو بگن اینا غیبت نیست. ببین یعنی که شما خودت میدونی، من تو روی خود شما هم گفتم تو ایمیل هایی که موجوده اگر عیبی تو کار شما بوده در حوصله گفتم، اگر یه وقت ناراحت شدم از عیب شما، از چیزی که به نظر من عیب بوده در حوصله واکنشتون دادم. ترجمون پس بنابراین انسان مطلقا نباید این رو بذاره به حساب قیدت. من به حضور شما شده میگم که مثلا آقای سوربی کته تیر رنگ تنشه، کلمات قرمز تنشه، این غیبت نیست. مثلا میگم آقای توبی فلان روز به فلان کتک فلان حرف رو زد، حقیقت این ترجمه چون حقیقت غیبت محسوب نمیشه. غیبت اونه که من میگم پشتر آقای توبی دروغ بگم، مثل اون دوست ما که اومد تو تلویزیون گفت مصطفی زاده فوش مادر داده بشون. آقا گاهی قصد فوش مادرم آقای توبی به من بده اید نه بین ما دو تا حکم میگذاره به کسی که مربوطه که بیاد مثلا بده. به هر حال آقای سرمی این غیبت رو هم عرض کردم خدمتتون، حقیقت رو. پس این افشاگری یعنی چی؟ اگر کسی راجب کسی یه حقیقتی رو بگه و دروغ نگه غیبت محسوب نمیشه، چه پشترش باشه چه جلو روش فرق نمیکنه. باید گفت محاسن دیگران رو، باید گفت معایبشون رو هم باید گفت که یا حالا به نظر من شاید عیب باشه،
طرف به من میگه یا میرم بهش میگم، یعنی گفته که مثلا آقای سوربی که اون روز پشت شده به فلانی، خب آقای سوربی به من میگه من پشت شدم، دلیلش این بوده، یه ایمیل هم دیروز تایروز برای شما چون این روزا گرفته من اصلا روزا من گم کردم، فرستادم که آقای سوربی لطفا اگر از کسی یک ناهنجاری دیدی، یک حرف نادرست دیدی یا یه عمل نادرست، اول شرایطشو بپرسید، دلیلش رو بپرسید، بعد با هرچی مخواهی بهش بگید بگید ترجم کنید. من اول با خود شخص میگم، بعد با خودم میشینم بررسی میکنم که آیا درست دارم میگم یا من، اگرم شخص جواب من بده جوابش درست میشین بحث درش نیست، ولی اون که من اگر یه وقت بی‌تربیت میشم، یه ایمیل من به شما دادم و اون ایمیل رو دو بارم براتون دادم از خیلی سالای 2011 که گفتم من آدم های بی‌تربیت رو دوست ندارم، چون وقتی با هاشون رو برون میشم دو برابر اونا سه برابر اونا بی‌تربیت میشم. یادتون میاد آقای سلطان؟ بله بله. خب من وقتی با آدم بی‌ادب برمیخورم دیگه اصلا ادب برای من معنی نداره، از هر کسی دیگر من 6000 کارگر نمیگم زیر دستم، من مدیریت جونشم هنفارم میدم، ترجم کنید از هر یکی از این 6000 تا یک کلمه یاد گرفته باشم آقای توبی 6000 تا بردم. اون آقای خدا رحمتش کنه آقای دکتر چیچی بود تو آمریکا، چیز میدار مدرکی تحصیلی هم میدار، آها آقای سمد ابوالقاسم سمدیان خدا رحمتش سمدیان مرد بسیار نازنین، و من در یک گفت و شنود بی‌تربیتی کردیشون، من شما شاهد بودی که باید چه کردم. اون آقای دوست عزیزم، اون آقای مهداد، من مخلصیم هستم، ایشون هم یه بار شما شاهدی که دیدی چه کردم، و بیشتر اونایی که حرف اشتباه دادن، خب میگم از اون 6000 کلمه ای که از اون 6000 کارگر یاد گرفتن که اغلبشون هم راننده بودن، یه دوتا شو خرج کردی. بله، در هر حال بلدم من به قول شما، همه ما ایرانی ها پشت بلدیم. آقای مصطفی زاده دوستان مخصوصا این یکی دو هفته که برنامه شما رو شنیدن گفتن که آقای مصطفی زاده یه بار آمد از یه طرحی صحبت کرد و اینها، خیلی ها فکر کردن هدف شما فدرالیزم بوده، ولی منظور شما جدایی و فدرالیزمه به اون صورت به اصطلاح یعنی جغرافیایی نیست، منظورتون خودگردانی است. گفتن که اونو کی یا کجا میشه باز اون چیز رو یه بار نوشتید برای منم فرستادید، اگه بشه یه جایی یه جوری نصب کنید بذارید پست کنید که دوستان دسترسی بهش داشته باشن، و از کی در اون باره بخواید صحبت کنید. یکی از دوستان بسیار ارزشمند و گرامی من که بیش از 50 سال دوست که چهار کنم، من شاگرد ایشون حدود 50 سال در فرانسه استاد دانشگاه هستم و اسمشون رو من اجازه ندارم بگم توی رسانه ها، ایشون هم من تشویق کردن که اینو به اون صورت مانیفست دارم و من ورشم نوشتم، ولی من از قبل برج آینده شروع میکنم و به حضور شما اشاره برنامه رو ادامه میدم تا اینکه به حضور شما اشاره کاملا برای مردم روشن بشه، مخصوصا این داستان فدرالیسم و تجزیه خیلی مهمه. من فدرالیسم اجتماعی میخوام، نه فدرالیسم منطقه ای خاکی خط بکشن دور مردم، من تجزیه میخوام در ایران، تجزیه گروهی میخوام، تجزیه اجتماعی میخوام، تجزیه خاک نمیخوام. توجه کردی؟ من میخوام هر کسی همونطور که خدمتتون عرض کردم جمهوری باشه در ایران، شاهنشاهی باشه، پادشاهی، سوپرمارکت، سوپرمارکت سیاسی، هر کس هر جور که دلش بخواد و هر چی رو میپسنده بره اون گروه باز بشه، به محض اینکه کمترین ناهنجاری رو در اونجا دید میتونه خودگرد که اونجا
کنسل کنه بره در یک گروه دیگه. این رشته هم آزادی، این رشته اختیار انتخاب. مثل همینجا که حتی نماینده های مجلس میبینیم، مثلا آقای لیبرمن اول دموکرات بوده، بعد شده ریپابلیک، بعد شده ایندیپندنت، مستقل. و شما اینجوری که میگید درست، همین مثل حتی فروشگاه، آدم یه فروشگاه میره، بعد یه مدت ما یه فروشگاه این نزدیکمون هست، اولی که آمد خیلی خوب بود، میگو هر وقت بیشتر از 3 نفر توی یک صف هستن شما دستتون رو بیارید بالا، ما یه دونه صف دیگه باز میکنیم و میان. آقا همچین که فروشش چیز شد، الان دیگه 20 نفر هم اگه وایسی هی صدا بزنی خب آقا یه کشیر دیگه بیار، یه صندوقدار دیگه بیار، نمیاد. اگر امروز من انتخاب کنم به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رهبر، به عنوان هر چی که قدرت به من بدن، چنون نیزم من سر معلوم همه مال اموالشون شفاول من. اصلا دولت برای چی دستی میشه آقای سوری؟ بله. دولت ها میان که خودشون رو اگه به چیز رشوه گوهبه من که مرگ رضای خدا موش میگیره آقای سوری. نه اتفاقا بهترین کنترل ها اینه که همین الان مثلا در رابطه با انتخابات آمریکا هی ما میگیم که بد این سیستم الکترال اینا، میگن حسنش اینه که اجازه نمیده یه کسی قوی بشه. یعنی اگر شاید این نبود، همین اوباما وای میساد میگو خب حالا که مردم میگن من برای دوره سومم باشم. تنها تو این 200 سال یه بار یه رئیس جمهوری برای دور سومم شده، اونم برای که زمان جنگ بوده، گفتن مردم تو جنگن، خانما تو کارخونه دارن کار میکنن اینا. اون همین جور یادم نیست کدومش هم بود، آیزنهاور بود یا کی بوده یا روزولت بوده، در اصل اینا که همیشه از اولی که آمریکا درست شده جنگ داشتن با این کشور اون کشورها تا امروز. و شما این چیزی که میگید عین همین فروشگاهی که من میگم آقا سیفوی بهت بد رفتار میکنه، یه تبلیغی هم برای هرستیتر بشه، برو هرستیتر، از دم در که میری طرف لبخند میزنه به اسمت، صدات میکنه، میشناسته، وقتی هم میخوای بیای میگه میتونی چیزی رو ببری بذاری تو ماشین یا بیام بذارم برات تو ماشین. خب میرم اونجا دیگه. پنجشنبه هم به اونایی که 60 سالشونه 5% 6% هم تخفیف میده، یعنی اون انگار مالیاتش مجانی میشه. این که شما میگی به نظر من سیستم خوبیه، ولی حالا چجوری انجام بشه، چجوری اجرا بشه، اون دوستی که به شما گفته منیفست یا اساسنامش رو بنویسید، به نظر من فکر خوبیه. باز این دوست مشترکمون، حالا اسمم نمیبرم که شما یه وقت ناراحت بشید، داشت اون روز صحبت میکرد راجع به اون دوست دیگه‌مون، گفت که بهش گفتم همین چیز که شما گفتید، اگه امروز هم شما تصادف کنی از دنیا بری، این چیزی که نوشتی، اصلا اصل نوشتن، اصل برنامه درست کردن اینه که یک چیزی از آدم باقی بمونه که با مردنش از بین نمیره، تموم نمیشه. منم اگه فردا بمیرم 15 سال 20 سال الان 19 ساله تو رادیو تلویزیون هستم، خب یه سریش اون موقع این امکانات نبود، بایگانی نبود، یه سری بایگانیش دست دوستانیه که نمیخوان به ما بدن. از اون روزی که بایگانی مال خودم هست وجود داره، من بمیرم این سوربی روی این ویدیوها زنده است، از بین نمیره. سعدی هم گفته که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند، یا ثبت است بر جریده عالم دوام ما. در هر صورت با هر بینشی که نگاه کنیم، چه مذهبی باشیم، به دنیای دیگه باور داشته باشیم، چه به خوبی و حقیقت باور داشته باشیم، هیچ کسی از بین نمیره. به انرژی باور داشته باشیم، هیچ انرژی از بین نمیره و ماندگاره. چیزی که هست شکلش عوض میشه، نوعش عوض میشه. اینم برای اون توضیحی که شما گفتید که در برنامه‌ای که شما دارید هر کسی میتونه با هر حزبی، با هر سازمانی فعالیت کنه، عضو باشه، رئیس بشه، ارگان بشه، رادیو داشته باشه، تلویزیون داشته باشه. روزی هم که دید یا اونا خطشون عوض شده یا خودش بیشتر میخواد و اونا نمیتونن بدن بهش اون به اصطلاح خواهش و اون دانش و اینا، بلند میشه میره یه جای دیگه. این باید آزاد آزاد باشه. بفرمایید. نتیجه بیرون آقای سوری چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که بعد از 5 سال یک تصفیه کامل در کشور به وجود خواهد اومد. نخاله ها دور ریختن که مردم رهاشون میکنن. معلوم آقای سوری اگر خدا رو میخوام، اگر دین رو میخوام، شما فکر نکنید من عاشق خدا. اینها منابع میخوام. یکی
میخواد بره اون دنیا، بره طبقه فرشته ها، حالا نمیدونم مترایی که کنده چقدیه، یکی خدا رو میخواد که اگه مثلا مصطفی داره بهش باب کرد بگه خودش نمیزونه بکنه مصطفی داره، خدایا جزای اینه بده، خدایا اینه بکنه. آقا معروف به جلد خدا نوکره در خونه شونه یا اینکه بادیگاردشونه ترجم کنید، و از خدا میخواد استفاده کنه. آقا معروف استفاده شونه میخواد، معروف سودشون میخوان، مردم تأمین میخوان، اصلا خدا رو مردم میپرستن و میخوان که تأمین داشته باشن، خدا حمایتشون کنه. وقتی توی مملکت این گروه ها تشکیل بشن، اونم یک روش بسیار ساده، بدون جنگ و بدون خونریزی و بدون هیچی این طرح پیاده خواهد شد، ولی اون تیکه رو من نمیتونم فعلا بگم، به زمان خودش خواهم بود. ولی یک نکته میگم که جمهوری اسلامی باید حواسش رو جمع بکنه، نه همش اون قسمتی که با این طرح مخالفت میکنه از سلام، اونها باید بدونن که یه روزی مردم میگیرن پسشون میکنن اون سمت و پیروی از بقیه سران جمهوری اسلامی میکنن که این طرح رو پذیرفتن و میخوان، به دلیل این طرح فقط برای ملت، فقط برای مردم، هر کس خدمتکار مردم باشه خواهد بود، هر کس که بخواد ظلم به مردم بکنه، بخواد تا رسید به قدرت و مجنت پدر مردم رو داره زندان بکنه، یکی از حسن محاسن این که ببین آقای سلمی سوسیالیست توش هست، تجزیه هست، فدرالیسم هست، اون چه که مردم میخوان در این هست، در این که هیچ چی رو من کم نداشتم، سرمایه‌داری هست، ترجم کنید سرمایه‌دار باید باشه، سرمایه‌دار باید سرمایه بذاره شما میکرد و درآمد خوب داشته باشه، ولی سرمایه‌داری مفید، نه سرمایه‌داری مضر، نه سرمایه‌داری وابسته، ترجم کنید یک ارگان دیگه داره این طرح هست به نام تعاون ملی. این تعاون ملی بهترین سیستمه، بعد دست این آقایی که حامیان حقوق بشر به کل باید برن دنبال کارش، حقوق کارگر برن دنبال کارش، حقوق زن، حامیان حقوق زن باید برن دنبال کارش، زن انسان، مرد انسان، کارگر انسان، همه انسان ها باید از حقوق مساوی برخوردار بشن و این تحقیق اجازه رو بهشون میگه با اختیار انتخابی که بهشون داده میشه، ضمن اینکه حتی جانیانو این به قول معروف عرازل و اوباشن میتونن تشکل درست کنن و عضو بپذیرن، ولی کسی به شورای مشترک تشکل ها اون گروه ها اون تشکل های را پیدا میکنن که نمایندگان کافی متخصص برای تصمیم گیری ها بتونن ارسال کنن بفرستن توی شورای مشترک تشکل. آیا بین آقایین عرازل و اوباش هم چیزی پیدا میشه یا بین خندکش ها هم چیزی پیدا میشه که متخصص داشته باشن؟ ندارم، اونا را پیدا نمی کنن، اونا باید مطیع جامعه بشن و زندان در کشور وجود نخواهد داشت، به جای زندان شهرک های کار کسی که باید در زندان به جرم این که به ملت بد کرده یا زیانی وارد کرده به هر نوع، این باید اون زیان رو جبران کنه، نباید اعدامش کنن، نباید زندانش کنن، خرجش کنن بره تو هتل بخوابه، اون شخص باید در شهرک کام کار کنه، خیلی سخت ولی خیلی ملفه، خونه رشت بدن تو شهرک کار، اگر بخواد بنابکش هم رو خوش کشه باشه میتونه داشته باشه تو شهرک کار، آزادی داره که از شهرک کار با توجه به اصطلاح مدیریت هایی که تعیین میشه بعدها میتونه آزادانه داره تو شهر برگرده یه سر کارش رو باره ترجم کنید، کسی که زیان به جامعه وارد کرده میخواد در زندان میباید اون زیان رو جبران کنه،
نه اینجا من طلب و اعلامی کنم، این من که میگم اگر این شب بمیرم تازه از همه گرفتاری ها رها میشم، اونم همین داره دیگه نیست بالا تر از بیایدن. شما خوشبختانه زندان نرفتی، من رفتم تو زندان یالا میگفتی که نیست بالا تر از بیایدن، یعنی که دیگه از زندان و اعدام بالا تر نیست، هر کاری داره شما خواست میگن. پس با این صحبت ها من دوست دارم، من که هیچ کس رو در ایران نهارم آقای شد، از 50-60 سال پیش سالا هر کی داشتم از ایران خارج شدید، هیچ قوم خیش و آشنا و دوست دارم تمام که همه رند خدا باید بگم خدا میام ارتاشید تو اگه چارششون زنده باشم. ولی من ملت هم نیست دارم مردم رو بگم در حق پرستش میتونم، چون این ها ملتی هستن که مردمی هستن که ارمنی، مسیحی، آسوری، همه یهودی، همه با هم دیگه قرنها زندگی کردن بدون هیچ مشکل. حالا چهار روز این صحبت ها پیش اومده، این مسلمونه، اون کافره، اون هم چیه، اون چیه، قبلا این صحبت ها نرشیم ما تو ایران. چرا؟ در رابطه با بهایی ها صحبت یاد، ولی در رابطه با گروه های دیگه اونم حد صحبت دو بار اونم تراسل حکومت خارج شد. اگر من مردم به باهایی های سلمه این هم آقای مصطفی زاده صحبت از باهایی ها کردی، یه دوستی ما داریم آقای حسن ارشاد، الان 112 برنامه شون رو ما امروز نشون میدیم بعد از من و شما و ایشون میگه که اینها میخوان حکومت جهانی داشته باشن و جالب اینه که من الان فکر کردم یه باهایی میاد که بگه نه آقا ما همچین چیزی نیست و اینها، آقای حسن فیروزی وقتی از کالیفرنیا اومدن اینجا 2-3 پیش و 3 برنامه داشتن، ایشون گفت بله ما دنبال حکومت جهانی هستیم. البته قرار بود یه برنامه‌ای رو راه بندازن ولی الان هنوز مشکل دارن، امیدواریم که به زودی اونا بیان. شما که مطالعه کردید تو این ادیان مختلف و اینها، نظرتون راجع به بهاییت، تا اونجایی که دین هست و مذهب و شخصی هست من کاری ندارم، ولی اینکه آیا اینا میخوان به اصطلاح کنترل دنیا رو دست بگیرن یا اینها هم جهان وطنی هستن نیستن، اگر دوست داشت باشید یه توضیح بدید. ضمناً به حضور شما جناب سوری، من چون فراموش می‌کنم اینجا فراموش می‌کنم که این پاسخ رو بدم تا سوال بعد. به حضور شما عرض که من اساساً در رابطه با اساس ادیان من مطالعه دارم، مذاهب رو اصلا قبول ندارم، هر مذهبی باشه. مذاهب یک مش کرنگیات طبعاً کردن و قصد دارن که ادیان رو بدنام کنن که کردن تا حالا. مذهب رو من قبول ندارم، یعنی شاخه های دین. حتی در قرآن میگه به اصطلاح خدا، خداوند یا الله لعنت میکنه کسانی که دین رو پاره پاره میکنن. حالا شما بیاید نگاه کنید چه کسانی دین رو پاره پاره کردن؟ آقای حنفی، آقای شافعی یا امثال هم دین رو پاره پاره نکردن. یعنی چی حنفی شافعی؟ یک خدا داریم و کلامش. آقای حمید مرزا آسی در همین تلویزیون شما خودش هم گفت پاسخ من هرگز ندار، گفت 6 وقت بده من مطالعه کنم پاسخ رو میدم، پاسخ من ندار، ولی من ازش ممنونم که این صحبت های من رو در تلویزیون های مختلف کرد، در تلویزیون خودش کرد و اعلامه داد. آقای سول، اسلام یک اساسنامه داره و اون هم قرآنه. من در قرآن هیچ نقصی ندیدم، مطابعه دقیق تحقیقی کاملا قرآن درسته. تورات در 3 حد اکثر بسیار درسته. مسیحیت از همون مظاهره که عرض میکنم باطله. عیسویت اگر باقی مونده باشه که به نظر میرسه نمونده، عیسویت بسیار عالیه که میان در 3
تورات، انجیل و قرآن. قرآن به اصطلاح اونها رو نکه تغییر بده، نکه بخواد اونها رو پس بزنه، اونها رو کامل میکنه. قرآن اونها رو کامل میکنه. حالا در برمیگرد میگه تو قرآن نوشته بکشی و یا قاتلوهم و قاتلوهم و لنان. آره گفته اولا در جنگ اون حرفا خیلی نمیکنه. من هر کدم فرزند و فرزندان منو در ایران کشتم، جمهوری اسلامی کشت، من میگم حق داشت چون ما کشتیم. گروه من، پسر خود من، اون آقای حسن آیت چشم راست خمینی رو اولین ترور میشه گفت، مثل اینکه در ایران پسر بنده انجام داد. خب میخواستید بیارن بهش جایزه بدن؟ نخیر، اعدامش میکنید. اعدامش هم کرد. ولی اون بقیه رو 146 نفر دیگر رو بیگناه شد چی؟ 145 نفر رو بیگناه اعدام کردن، اونم روی عصبانیت اعدام کردن که از فرزند خودم عزیزتر میدونی. بین اونا آدم هایی بود که اگر برای شما الان عقایدش نظرات شو بگم آقای چون گریه خواهید کرد. اینا یک موش جوون پاک بودن. های مصطفی زاده، اینا همون گروه فرغان و اینا بودن؟ نه خیلی قربان، از فرغان، از حزب الله، از داخل پاسداران، از همه جا بودن. از همه گروه کمونیست هم داشتیم. 150 نفر ترجمه کنید. من دانشجو بودم اخر و همه به من گفتم پدر. اینها همه با هم مثل برادر با هم زندگی میکردن و منم چیزی بیشون را نمیدونم جو قرآن. من هیچ خطایی از خودم ندیدم در این مورد و از دست و از لحه نزدم هیچی. روزی هم که اعلام کردن که 30 خرداد بود، مثل این که آقای رجبی اعلام جنگ مسلحانه کرد، این 150 نفر که خونه من بودن و واقعی که خواستم برن بیرون، من به همهشون گفتم نرید، اختیار با خودتونه، ولی من میگم نرید چون دارید اخبار میشید. اون گفته جنگ مسلحانه، امروز به شما میگه که نه اسلحه را ندارید، سنگ و چوب و زنجیر بردارید. آقا میخواد شما را بفرسته جلوی بدترین اسلحه و اون دوربینه. اون اسلحه دوربین یکیتون میگیره، عکساتون میگیره، میره به لحظه بسیجا و مساجد، اونجا شناسایی تو میکنم، میام همه تو میگیرم میکشم. آی سوزی این حرف من انجام شد، این حرف من، یعنی حقیقت مطلب. من از اون زمان گفتم مسئول رجبی مأمور شناسایی مخالفین رژیم بوده که اینجا اونها رو بکشتن بگیر. در هر حال آی سوزی این برنامه رو من از اول بود شروع میکنم و مثل دوستمون شاخه به شاخه نمیپرم. 2 ساعت برنامه، 1 ساعت در رابطه با ادیان صحبت میکنم و نه مذاهب، و نه مذاهب اصلا برای من قابل بحث نیستم. در رابطه با ادیان صحبت میکنم و در رابطه با همین تر و مردم بشنون و ببینن که اصطلاحشون، منافعشون، کشورشون، همه چی وقتی به برقراری چنین نظامی در کشورشون. این نظام هم آقای سوزی به قول شما من دو چرخه از دو اختراع نشد. این نظام الهام گرفته از نظام بین المللی، نظامی که امروزه کل جهان بهش گردن نهاده، تمام دولت ها و تمام ملت ها بر اساس نظام بین الملل دارن کار کنن. ولی با این تفاوت که اون ناهنجاری هایی که درش وجود داشته من حرف کردم، مثل حق به تو، مثل خیلی چیزهایی که در اون نظام هست و هیچ کس ازش خوشش نمیاد، من حرف کردم. این سازمان مللی که امروز شما میدید شده به بعضی ها سازمان دوبل، نه خیلی سازمان دوبل هم
سازمانی که فقط و فقط در اختیار صهیونیسم و بین‌المللی قرار داره. هیچ به دولت مولد رو نفهم کنه، هر که اونا رسول برن یه کام کنه. امروزه صهیونیسم قدرت بزرگ جهانیه بدون اینکه ظاهر بشه، ولی در حق و در باطن این بزرگترین قدرت جهانی که غرب رو کنترل در اختیار داره و از شهر هم دستمزد. اگر شما میبینید که این شرقی ها رو زیاد نمیخواد به دلیل اینی که یک دستور العمل دارن که غیر مستقیم در کتاب نوح در بایده داستان خود نوحه که وقتی پسران نوح تا پسرانی توسط پدر مشخص میشن که چه موجودی هستن، میگه سام سردر شما باشه، یا تعمی اروپایی هستن سام تعمی صهیونیسم یهودی ها هستن، ولی فعلا صهیونیسم مالک شده این سردری رو، یا اروپایی ها هستن اروپای غربی و هم همون فلسطینی های بدبخت و بقیه شهر هم که اصلا جزء آدم محسوب نشدن، جزء انسان محسوب نشدن. تاجو برمون فلسطینی ها محکوم به مرگ هم برن چون نوح نفرینشون کرده. آج بستر اون یهوا سبایوت که به نفرین نوح اینها را بخواد بکشن که چیه بدبخت بیچاره فقط اومده پدرش مرد کرده مثل گوساله افتاده وسط چادرش، این بچه اومده بچه یک بچه اومده به دو تا برادر بزرگتر گفته پدر حالش بده بیاید ببینید چه اتفاقی افتاده. اون دو تا برادر اومدن حالا با این فیلم هایی که اینا میسازن یک ملافر گرفتن عقب عقب رفتن کشیدن رو پدر که دختیشو ندیدن. آقا امروز یک فیلم دیگه بود که خواستم بفرستم خدمتتون و گفتم که چون سکتیه نمیفرستم. امروز زنانی مردم رو در آمریکا لخت مادرزاد به رخت آوردن. من نمیدونم، من مخالف نیستم با لختی اینا، خیلی نگاه کنم خیلی هم لذت میبرم، ولی اینها پدر دارن مادر دارن و این پدر و مادرها پیرن، اینها هنوز جز به این نفس نیستن، اینا همون عده زیادیشون همون تعصبات قدیم رو دارن و وقتی دخترانشون بین یه عده مرد اینجور اوریان میشن و کارهای سکسی انجام میدن با هم دیگه مثل لزیان ها، این پدر و مادرها شرم میکنن، خجالت میکشن و پیش در همسایه دیگه سرشون رو نمیتونن بلند کنن، اکثرشون بلده برگرسون که رنگ بیغیرتی رو به اتمام رسوندن تموم شده رفته فرضی کرد. یه های اینها قصد دارن با این مخالفت با اسلام فرضی میکنید بستر شرقی ها هم هم میبیارن. آقای مصطفی زاده، ماجرای نوح و پسراش که گفتید اینجا یه فیلمی نشون میداد و نوشته ها هم بود که میگه که یکی از پسراش یا حتی شاید بیشتر بهش تجاوز کردن چون اون مست بوده و من اصلا هرچی فکرش میکنم میگم آخر من نمیدونم این چجوری بوده، طرف چقدر مست بوده که اینا بهش تجاوز کردن نفهمیده، بعدن اومده نمیدونم نفرینشون کرده، بعد بلند شده اون ماجرای کشتی نو که از هر حیوانی نمیدونم یه جفت رو بردار و اینا. مال قبل بود آقای شد. بله. کشتی مال قبل از این داستان میشه. بله. ولی آقای شد خدمت شما عرض کنم خیال بافی چرت و پرت گفتن مزخرف گفتن کار سختی نیست، باید مستند باشه. این که من خدمت شما عرض کنم اسنادش هم که پسره فقط نبینه که پدر رخته و افتاده مرد کرده افتاده باستان اونجا میره به برادارش میگه بیاید که پدر این برادارش مورده. حالا من بیاید تو ذهن خودم بگم حتما دیده رفته تجاوزم کرده، خیلی غلط میکنم من و اون کسی که گفته یا اون فیلم رو ساخته، اولا من چیزی نبوده و مستند نیست. این حرف مفته پسر نو
فقط میره به برادراش میگه که اینا، وقت پدر وقتی به هوش میاد میگه که این دفته به اون دوتا گفت که سام و اون برادرش یافت که آمدن ملافه رو نمان کشیدن، اون یکی ببینید میگه ابدی سرور باشه، دومی جیرخار صفر نشین و فرمانبر یکی باشه، یعنی همین اروپایی ها الان هم هستن، یعنی همون فرمانبر و جیرخار هیچ مال خودش نیست، همون جیرخار اینا باشن که حضرت آمریکایی هم آقای سوری نوادگان اینا هستن شامل همین قانون میشن. سومی همون بچه یه جمعه وقتی گفته اونم میگه برده بردگان شما باشن، یعنی هم برده کمتن. آقای مصطفی زاده در رابطه با آمریکا و اروپا و اینا میدونید که چند مدت پیش همین خانم کوئین ملکه گفته بود که اگه آمریکا مونده تو کار انتخابات و اینا میخواین بیاد ما دوباره بگیریمش زیر سایه خودمون، و جالب اینه که الان هم مثل که مریض و سرما خورده، دو سه تا جلسه از جمله این جلسات کلیسا و سال نو و اینا نرفته، و پریشب یه سروازی کم مونده بود که بهش شلیک کنه، دلیلش هم اینه که میگن سه صبح راه افتاده آمده توی اون باقی که دارن یا حیات خلوتی که دارن، که خیلی عجیب به نظر میرسه، مثل این که میگن یعنی چیشو از دست داده، مثلا نمیفهمه کجاست چه ساعتی و اینها. شما کلن نظرتون در رابطه با انگلستان یا همین بریتانیای کبیر و نفوذش رو دنیا، حالا حتی در رابطه با همین ماجرای نو و پسراش اینا هم اگه بخواییم بتونید ربطش بدید چیه؟ که مثلا این کانادا بالای آمریکا هنوز پولش ملکه انگلستان، اصلا اینا ملکه انگلستان هست، اینا رئیس جمهور ندارن، اون از شمال آمریکا، اون از استرالیا، اینا قوانین شما قوانین نگید آقای ارسالی، انگلستان اتاق فکر سرگنیست. آها سرگنیست. بعد آمریکا ارتش سرگنیست، اروپا همونطوری که کتاب دستور رو من نوشته اینها کارگزاران سرگنیست، اینها که هر که تحلیمیز باید بکنه اینها باید انجام بدن براش. آمریکا ارتش تحلیمیزه، انگلستان اتاق فکر تحلیمیزه، سوئیس بانک تحلیمیزه، صندوق گاز صندوق تحلیمیزه. آقای سوئیس شما تو خبرات یه احکاف به مطلق اتباق نفتر سوئیس که اصلا توفتی بشه، اصلا جدا از دنیا است. در حال در این رابطه آقای سعودی تو اون قسمت قدیان که من صحبت میکنم در حال بیننده ها سوال خواهند کرد، من در این باره کاملا این مسائل رو پاش میکنم، دوستان به من توصیه میکنم که نگو میکشم. آقای سعودی تو برنامه شما گفتم بعد از صبح شخصون اومدن بیرون توی پیاده رو با 70 کیلومتر سرعت ماشین زد، منو پرت کرده بود. یادم راجع به تصادفه گفته بودید به در بعد عجیب این بود که منو بردن بیمارستان، تو بیمارستان بعد 5 دقیقه لای در باز میشه ببینم من مردم یا زندم، یک قرص مسکن، یک لیوان آب، هیچ چی به بست من نرد، فقط اومدن هی نگاه کنان رفت. بعد من سینه خیز اومدم، یه نفر کمکم کرد، منو از در بیمارستان خارج کرد، تاکسی اونجا بود، سوار شدم اومدم خونه. و از اون تاریخ دیگه در هلند نه دکتر رفتم نه بیمارستان رفتم و نه دیگه یه دونه قرصشون رو خوردم. آقای شد در حال من کرسی هم ندارم که بیارم اصلا آدرس خونمون رو همه میدن ترجم کنم بیان بزنم بکشم هیچ مانی یک ثانیه دو تمردن یک دنیا راحت شدن، یک عمر راحت شدن، چه زندگیه تو این دنیایی که به این صورتی یک مش مردم رو مجبور کردن به با این نوع سرمایه‌داری زشتشون مردم رو مجبور به رقابت با هم با به اصطلاح کردن، بعد مدرنیزه درست کردن. خدا مدرنیزه
خدا مدرنیزه، بله تکنولوژیشون خیلی خوبه، خیلی هم عالیه، ولی مدرنیزه مدرنیزه اگه به دخترانه آی تو میمار همه شون میخواد فردا مدرنتر بشن لخت مدرنیزه تو خود خوب را دارن. اگه به لخت اگه به لخت شدنه که قبایلی که توی آفریقا هنوز هستن یا توی اون آمازون، بله تو آمازون هستن اینا اونا. بله خب دوستان عزیز، بله اونا هم ببخشید گاهی برگی یک چیزی جلوشون میگیرن، این جلوی دوربی زنهای لخت، یک گروه والیبال بازی میکنن لخت مادرزار زنا، یک گروه هم لخت مادرزار اعمال سکسی انجام میدن با هم دیگه مثل رزنیانا. بله این اینا مادران آینده دنیا خواهند بود، خب به دنیایی که اینا مادرانش خواهند بود. آقای طوری اگر عوامری دارید بفرمایید، من مثل که وقتم اینجا ساعت هم لازم نیست مثل زیاد صحبت کردم. من عرضی ندارم، فقط در رابطه با همین لزبیانا و گیا و اینا اجازه بدین که من خدمتون بگم من اصلا نظری ندارم و هر کسی آزاد هر کاری میخواد انجام بده. فقط یه چیزی که شما الان گفتید، من بعضی وقتا توی سان فرانسیسکو راهپیمایی میکنن، توی واشنگتن روزایی دارن و اینها، میگم خب دیگه اینا به قول شما دیگه اینجا میگن تو مچ، یعنی دیگه خیلی زیاد دارن. خب مثل هر زن و مردی، هر همسری، خب یه کارایی تو اتاق خواب میکنن، یه کارایی تو خونه میکنن، یه کارایی تو حمام میکنن، یه کارایی تو دستشویی میکنن، اینو که نباید بیارن تو خیابون و تو کوچه. اینا من عرض میکنم آقای دوزی داشت فرمشون، من ندارم نبود که لزیان بده یا همه آبدن، اینها هر انسان حق داره تصمیم بگیره چه بخوره، چه بپوشه و چه بکنه و چگونه رابطه ای و دیگران برقرار کنه. هر انسانی هر رو داره، اون لزیان مال خودشه میره هر کاری میکنه، اون یکی هموه مال خودشه. به قول شما درست میفرمایید، کاملا درست میفرمایید. مگه سخت خونه شما خراب شده شما میشن میان توی ارزال مردم کسافت کاری میکنند؟ اینا هم زن مخصوصا آقای طولی، من میدونید که عقاید اسلامی هم ندارم، هیچ دینی و هیچ مذهبی رو من به اون صورت پابند نشستم، ولی این سه دین هم که خدمت شما کردم نادرستی شد نیدم در اصولش، دیگه مذهب هرچی میخواد بگه بگه، من از این عقیده ها مردم و معتقدم هر شخصی هر کاری دلش میخواد در دست کم در حد این بدنش میتونه انجام بده به کسی مربوطی، ولی نباید در خیامون بیاد این کسافت کاری های زشت رو بکنه. شما کاملا تاییدش هست. بسیار ممنونم. دوستان اگه مایل هستید با آقای مصطفی زاده در تماس باشید، ایشون ایمیل بسیار ساده ای داره، الان هم دارم بهتون نشون میدم، zia1942@gmail.com، و برنامه های بعدی رو هم هر وقت که ایشون تماس بگیره من به شما خواهم گفت. ممنونم از شما آقای مصطفی زاده. این شما توی خونتون یه چند تا مهمون خوش صدام داشتید، اینا فکر میکردن با اونا داری صحبت میکنید. با یادش من تنهای دنم اینجا آقای سوزی، اینجا که من هستم اینجا حالت انبار داره، آها، و کامپیوتر من بیداره، من اینجا من مریضم تو خونه خودمونه، من باید مراقب مریضم باشم. خب نه ما یه صدایی مثل پسرم رو گفتم اونجا باشه، بله بله، دیدم که تلفن قطع شد، سریع اومدم، دو دقیقه بیشتر راه نیست. بله بله خب برید برید به کارتون برسید. نه چون من یه صدایی میمد فکر کردم پرنده چیزی هست اونجا. پرنده هم دارم اونجا، آها همونو میگم، اینجا چند تا چهار تا قناری دارم، آره، از نوع آ A, G, I. واو قناری ها هم طبقه بندی شدن، دروشترین قناری که فرفری هست، خیلی زیباست و شبیه گله. بعد من چهار تا دارم، حالا وقت یه وقتی که با اسکایپ چیز بود اونا رو نشون بدیم. ممنونم از شما، آخر هفته خوبی داشته باشید، به امید دیدارتون، به امید روزهای بهتر. قربون شما آقای سوربی، لطف کردید برنامه با وجود شما بسیار پربار و قشنگ شد، خیلی خیلی ممنونم. به پسرمتون هم سلام برسونید و بگید مصطفی زاده من رو دوست داره و همیشه ما با هم رفیقیم. مرسی، حتما به امید دیدم. خدا نگهدار، آخر هفته خوبی داشته باشید. دوستان عزیز با آقای زیا مصطفی زاده بودیم از هلند و
و اجازه بدیم من در پایان برنامه دو تا خبر رو بگم که گفتم دوستان زیادی مخصوصا از ایران هی تماس میگیرن که آقا تلگرام و اینها، ما بالاخره دیروز این علامت تلگرام رو هم روی صفحه گذاشتیم، اون وسط هم گذاشتیم، وسط نه سمت چپ، که شما ببینید با کلیک کردن روی اون میاین روی تلگرام. ولی یک خبری هم هست، اجازه بدید من اول عکسشو بهتون نشون بدم. آقای به نام آقای ندیمی یک برنامه ای رو هفته آینده، حالا که دیگه از تعطیلات کریسمس و سال نو و اینها جدا شدید، یواش یواش بریم به طرف برنامه‌های ایرانی و آماده بشیم برای سال نو ایرانی. این برنامه در نوع خودش بی‌نظیر یا کم نظیره. من سعی میکنم یا با آرمان شهبازی، که من آرمان شهبازی تمام خانواده‌اشو می‌شناسم، یعنی از داداشش گرفته، باباش گرفته، خواهرش گرفته، داییش گرفته، اینها رو من از سال 2000 توی ویرجینیا میشناسم و برنامه گذار خوبی هست آرمان، ضمن این که خودش هم موزیسین هست، برنامه‌ای که میذاره میشه بهش اطمینان کنید، بلیت اضافه نمیفروشه، به مردم اذیت نمیکنه، نامنظم نیست و الی آخر. این دفعه 14 ژانویه در این دانشگاه نووا که به اصطلاح کامیونیتی کالج، نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج نووا، یه برنامه گذاشتن 14 ژانویه. من هم به احتمال 99% اونجا خواهم بود. ولی این برنامه آقای ندیمی و همسرشون، آقای ندیمی سالهای سال تو فرانسه گویا هم درس موزیک خوندن هم درس دادن و ایشون استاد هستن، استاد ندیمی، ندایی از آن سوی جان و روان، 14 ژانویه 8 شب. بلیت ها همه یه قیمتن، 40 دلاره. دوستان این روزا سینما که میری 15 دلار پول بلیت، یه ساندویچ که میخوای بخوری 5-6 دلار ازت میگیرن، یه هاتداگ ببخشید خیلی آشغال میندازن جلومون. در هر صورت اگر مایل بودید بیاین اونجا و شماره تلفن رو اینجا نوشته، من سعی میکنم یه مصاحبه‌ای انجام بدم با آرمان یا با خود آقای ندیمی که در این مورد بیشتر صحبت کنن، چون این رو از دیروز اگه متوجه شده باشید روی فیسبوک گذاشتیم، دیروز به من خبر دادن و تا هفته آینده هم وقت داریم. میدونم شما ایرانی ها صبر میکنید تا آخرین روز، میگید حالا نکنه خدای نکرده پدرم فوت بشه، فامیلم فوت بشه، نکنه مجبور بشم برم ایران. ولی دیگه این 40 دلار بلیت خریدن، بلیت خریدنم به این صورت، بلیتا رو که میخرید اینجا میگن first come first serve، خیلی ها دوست دارن وسط بشینن، خیلی ها دوست دارن دور بشینن، خیلی ها دوست دارن نزدیک بشینن. من یادم اولین باری که رفتم آمریکا سینما دیدم به چه خوب اون لوژ مخصوص خالیه، هیچکی نمیره، و رفتیم نشستیم، بعد دیدم اینا همه میرن اون جلو نگاه میکنن، جوونا دوست دارن جلو بشینن که این پرده سینما، پرده چرا حالا پرده میگن، صفحه سینما تمام صورتشون رو بپوشونه. در هر صورت در این موردم با هم بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم از آقای مصطفی زاده، امروز من چون مهمون ایشون بودم این برنامه رو هم در فیسبوک پخش کردم و باقی خواهد موند هم در تلویزیون مردم مستقیم پخش شد. تا هفته آینده هم هر روز پخش میشه، تا 1-2 ساعت دیگه هم روی یوتیوب به صورت بایگانی هست. بریم از هلند و واشنگتن بریم به سوی ایران با آقای حسن ارشاد باشیم، ببینیم در برنامه 112 خودشون چی میگن. از اینکه با ما بودید ممنونم از شما، روز روزگار بر شما خوش، به امید اینکه بتونیم با هم صحبت کنیم و بهتر. حالا دوستان اینجا نوشتن مردم در ایران، بله نمیدونم، آها باید بعدن میخونیم صحبت میکنیم. دوستان وقتمون تموم شد، روز روزگارتون خوش، مرسی.